به نام خداوند جان و خرد، درود به همه دوستان، چه اونایی که توی گوگل میت در خدمتشون هستیم، چه دوستانی که برنامه رو پیگیری میکنن از طریق اینستاگرام دوتا مؤسسه خورشید و ندای تاریخ. آغاز میکنیم نشست نقد خاطره جمعی بازخوانی رویداد 28 مرداد. حالا تک تک این کلمه‌هایی که واسه عنوان به کار رفته میدونم حالا جای بحث داره، ممکنه دوستان نقدی داشته باشن روی این عنوان، ولی خواستیم یک نامی باشه شامل که همه دیدگاه رو در بر بگیره. من علیرضا افشاری هستم و در این نشست در این 2 ساعت در خدمت شما خواهم بود و نیز 4 سخنرانمون آقای دکتر سید حسین موسویان، رئیس هیئت رهبری اجرایی جبهه ملی ایران، دکتر صادق زیبا کلام که هنوز به ما نپیوستن، امیدواریم هرچه زودتر بتونند و باشن، که استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران هستند، مهدی تدینی مترجم و پژوهشگر تو حوزه اندیشه سیاسی و شروین وکیلی جامعه شناس. هر کدوم از این دوستان به صورت 20 دقیقه سخنرانی خواهند داشت و بعد اگر نقدهایی رو هم دیگه باشه نقدهاشون رو هم در طی مدت 5 دقیقه خواهند گفت، سخنرانی که نسبت به هم یه نقدی داشته باشن، و بعد پرسش و پاسخ در خدمت دوستان عزیز خواهیم بود تا اگر موضوعی هست رو بپرسن. فقط من چند نکته رو پیش از شروع برنامه یادآوری کنم. خب این نشست رو که بانیش مؤسسه فرهنگی هنری خورشید راگاه و مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات ندای تاریخ برپا کردند، البته پیگیری و کسی که دغدغه این موضوع رو داره دوست عزیزمون آقای فرشید ابراهیمی پژوهشگر تاریخ که منابع اطلاعاتی مربوط به این رویداد رو هم توی کانال تلگرامی گردآوری کردند. حالا دوستان اگه بتونن لینکش رو خواهند گذاشت یا بعدا از طریق این مؤسسه اطلاع رسانی میشه، که همه اسنادی که تو این حوزه بوده، کتابهایی که بوده رو گردآوری کردم تو این کانال. دوستان عزیزی که وارد میشه، حالا بهتره که از طریق اینستاهای دوتا مؤسسه پیگیری کنن برنامه رو، ولی اگر اومدن داخل گوگل میت لطفا این نشان صحبت کردن رو خاموش کنن تا صدا بهتر به گوشه دیگران برسه. ما حالا نمیدونم دوستان تونستن بخش نظرها و کامنت ها رو توی گوگل میت ببندن یا نه، ولی به هر حال لطف کنم فعلا پرسش رو طرح نکنم تا همون دقایق آخری که به این موضوع اختصاص میدی. خب 28 مرداد یا اون چه که تا امروز ما میشدیدیم 28 مرداد، حالا ما یه ذره روی این واژه‌اش اتفاقا شاید این مرداد امرداد هم اینجا معنی دار شه، تا الان مرداد بوده شاید بشه تبدیلش کنیم به امرداد. یه روز خیلی مهمه توی جنبش ملی شدن صنعت نفت، طوری که اکثر تاریخ پژوها اعتقاد دارن که این روز روزیه که پایان داده میشه به این جنبش، یک نقطه ختم این جنبشه. در این حال تو خود تقویم دوره پهلوی دوم، یعنی بعد از سال 32 هم این روز مهمیه. چرا؟ اینکه تو تقویم ثبت میشه به عنوان قیام ملی و گویا هر سال برنامه‌ای به این موضوع به این مناسبت اختصاص میدادن. و ما هم که تاریخ معاصر رو میخونیم این روز مهمیه، چرا که گفته میشه که با این اتفاقی که در این روز میفته دیکتاتوری محمد رضا شاه آغاز میشه، محمد رضا شاه پهلوی، و یک جوری شروع پایان دوران پهلویه، چرا که خیلی ها انقلاب سال 57 رو میگن نقطه از آغازش از اینجاست و اون حالا شکستی که روشنفکری احساس کرده خورده و بعد پیامدش روی موضوعات دیگه. به هر حال این خاطره جمعیه که نگاه های مختلف نسبت بهش وجود داره و به ویژه اگر ما قصد داریم آیندهمون رو بسازیم، به نظر ما که این برنامه رو برگزار کنیم روز مهمیه و باید بتونیم این دغدغه ها رو به هم نزدیک کنیم، صحبت های همدیگر رو بشنویم تا بتونیم تصویرمون از گذشته رو تا جایی که میشه به هم نزدیک کنیم، تا شاید بتونیم یه تصویر یک دستی هم همسوی هم برای آینده بسازیم. خب برای
طبق برنامه‌ای که چیدیم، ما سخنرانی اول رو در خدمت دوستمون آقای مهدی تدیانی هستیم که مترجم خوب و حالا تو این حوزه اندیشه سیاسی فعالیه، حالا تو حوزه تاریخ اندیشی کتاب‌های آقای ارنست نولته رو چندین کتابشون رو ترجمه کرده، جنبش‌های فاشیستی، قرن بیستم ایدئولوژی‌های خشونت، اسلام گرایی که مدتی ممنوع پخش شده و باز دوباره پخش شد، و همچنین کتاب های هانا آرند کسی که تو این حوزه هم صاحب نظر هستش، از جمله توتالیتاریسم، امپریالیسم، عناصر و خواستگاه حاکمیت توتالیتر، و کتاب های چند دیگه رو تو این حوزه ترجمه کرده. ما سخنرانی اول رو در خدمت آقای تدیانی هستیم. من چون عنوان رو الان باید بگردم پیدا کنم، اگه خود آقای تدیانی لطف کنه عنوانش هم اول بحث بگه و شروع. سپاس بزن. درود دوستان، جناب افشاری سپاس از شما که بحث رو شروع کردید. من اول خدمت همه دوستانی که از طرق مختلف چه اینستا چه در گوگل میت این نشست رو دنبال میکنن درود عرض میکنم و ممنون که من رو قابل دونستید و افتخار دادید که اجازه دادید که افتخار داشته باشم در این نشست من هم چند کلامی صحبت بکنم. دوستان بزرگواری هستن که من شاگردیشون رو باید بکنم، حالا بر حسب اون دانستین یا چیزم یا اون کار پژوهشی و چیزی که کردم، حالا نکاتی رو باید عرض بکنم. موضوع من یعنی اون چیزی که قرار بود درباره صحبت بکنم مسئله ایدئولوژی استعمار ستیزی و 28 مرداد بود. ببینید اگر که کارهای بنده رو دنبال کرده باشید، من همه رو میتونم زیر یک عنوان کلی ایدئولوژی پژوهی قرار بدم. تمام کارهایی که تاکنون انجام دادم یک جور شرح و بسط و تبیین ایدئولوژی هاست. به همین خاطر من خب نه تاریخ پژوه هم، نه در زمینه حالا دوران پهلوی یا مصدق صاحب نظر هستم. من از منظر خودم که ایدئولوژی پژوهیه به این رخداد نگاه میکنم، چون بعید میدونم کسی تاریخ معاصر ایران رو خونده باشه و تأثیر ظهور و سقوط مصدق و رخداد ملی شدن صنعت نفت رو به عنوان یکی از نقاط عطف مهم در پیدایش ایدئولوژی های مدرن ندونه. ما از هر منظری که وارد تاریخ بشیم، از هر یا هر دیدگاهی داشته باشیم، هر نگرش سیاسی داشته باشیم، 28 مرداد یک نقطه عطفه و نقاط عطف در تاریخ، رخدادهای تاریخی معمولا تکیه‌گاه ایدئولوژی هایی که مطرح شده، تایید شده، بس پیدا کرده و بعد تاثیرگذار شده. تجربه تاریخی خودش رو به شکل ایدئولوژی در میاره و اون ایدئولوژی رخدادهای بعدی رو رقم میزنه. یک رابطه دو سویه میان رخداد و ایدئولوژی وجود داره. حالا با توجه به وقتی که خب بعد از اون کنیم که خب زیاد نیست، 20 دقیقه، من دو سه نکته رو صرفا میتونم بگم، ولی فکر میکنم که این دو سه نکته خیلی کلیه، یعنی میتونه مبنای بحث بعدی دوستان و حالا خارج از این نشست مبنای بحث قرار بگیره. به ویژه این که من فکر میکنم هر دو موضعی که مطرح میکنم چالش برانگیزه و هر کدوم از این موضعها باعث تعجب و حتی ناخرسندی یک دسته از کسانی که تاریخ معاصر ایران رو میشناسن میشه و همین خاطر شاید یه مقدار این چالش بیشتر از برنامه برای امشب باشه، ولی خب شاید بهترین جا برای مطرح کردنش هم همینجاست. من به طور خلاصه این دو موضوع رو مطرح میکنم و بعد خب به وقت از سایر دوستان هم اگر خواستن نقد بکنن، ولی فکر میکنم که ما ناگزیریم این دو دریچه رو در فرصتی که قراره درباره مصدق سرشمرداد و مسئله نفت صحبت میکنیم، باید این دو دریچه رو هم بگشاییم، پاسخ بدیم یا در ملاحظاتمون در نظر بگیریم. ببینید به طور کلی من تمام مباحثم رو حول
حواسم درباره تاریخ ایران رو حول یک نکته اساسی می‌بندم و اونم اینه که انسان جهان سومی با تمدن کهنی که داره بزرگترین پرسشش در عصر جدید چه بوده؟ به عنوان ایرانی که خب پیشینه خیلی کهنی داریم، جز کهن‌ترین مردمان دنیا هستیم از زمانی که ظهور و بروز تمدن داشته، در دنیای مدرن، در عصر جدید در واقع و بگیم بعد از انقلاب صنعتی، بزرگترین مسئلهش چه بوده؟ بی تردید بزرگترین مسئله برای ملت‌های مثل مردم ما، حالا من از واژه ملت هم فعلا خودداری میکنم، مردم جهان سومی که ما هم یکیشون هستیم، حالا عنوان جهان سومی هم خودش مناقشه برانگیزه، برای اینکه منظورم بفهمونم، بزرگترین مسئلهش اینه که در مواجهه با دنیای جدید چه باید بکنه؟ به یک باره خودش رو با جهانی بسیار متفاوت که با سرعتی سرسام‌آور در حال پیشرفته و دستگاه‌های عجیبی می‌سازه که براش قابل فهم و قابل باز تولید نیست، خودش رو مواجه می‌بینه و حالا براش مسئله است که الان باید چه کنه؟ اگر که در جای خودش بمونه منجر به این میشه که دچار استیلا بشه، ممکنه تمام داشته های دیرینش از دست بده، دچار از خود بیگانگی بشه و اصلا زیر سلطه بره و یواش یواش ماهیت و هویت خودش از دست بده. اگر که بخواد کامل برای به دست آوردن اون دنیای مدرن خودش رو اون دنیای مدرن نزدیک بکنه، ممکنه خودش دست به خود ویرانگری بزنه. اما هرچه هست باید فکری به حال مواجهه خودش با دنیای مدرن بکنه. به این ترتیب من تصور میکنم مبنای بحث ما درباره فهم تاریخ معاصر ما اینه که به این اساسی ترین پرسش برسیم که ما به عنوان ایرانی در مواجهه با دنیای مدرن چه باید میکردیم. و من تصور میکنم تمام رخدادهایی که در تاریخ معاصر ما در طول 200 سال اخیر رخ داده به نوعی به این پرسش برمیگرده که ما در برهه‌های مختلف چه پاسخی برای این پرسش داشتیم، الیت ما چه پاسخی تهیه کرده بود، پاسخی که ما میتونستیم بدیم چی بوده و کنش و واکنشی که بین ما و دنیای مدرن بوده. اما همه چی حول همین محور میگرده که ما در مواجهه با دنیای مدرن چه باید بکنیم. حالا من میخوام دو دریچه رو باز میکنم. دریچه نخست که اتفاقا شاید یک سال دو سال پیش من مطلبی دربارش نوشتم و اتفاقا با جناب افشاری عزیز دربارش بحثی کردیم و تا حدی مخالف بود و خب فکر میکنم که همین هم نشون میده که این میتونه نکته بحث برانگیزی برای این نشست باشه، این بود که من برای فهم مسئله نفت که ما میدونیم کاملا بحث مصدق رب داره، همش حول محور همین چالشه، یک مثال در واقع یک روایت تخیلی رو ترسیم میکنم که تصور میکنم میتونه به یک بار ذهن ما رو کمی دوچار پرسش‌های جدید بکنه. بیاید من یک داستان تخیلی برای شما میگم که مبناش واقعیته، مثل یک فیلمیه که ساخته شده، اساسش واقعیه، اما همه چی عوض شده، اسما عوض شده، آدم ها عوض شدن، ولی میدونیم که این داستان رخ داده. بیایید تصور بکنیم که کشوری به اسم ایران در میانه قرن 19 هم به یک باره در پی فعل و انفعالاتی که از جهت جامعه شناختی داشته، از جهت اقتصاد اجتماعی داشته، بر پایه اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ای که درون خودش داشته دچار جهش میشه و یه اتفاقی توی ایران میفته. دقت کنید، یک اتفاقی توی ایران میفته که دنیا رو متحول میکنه و اون هم انقلاب صنعتیه. فرض بکنیم که به یک بار ایرانی‌ها کارخانه های بزرگی ایجاد میکنن، تأسیسات صنعتی جدیدی ایجاد میکنن و همزمان چون مشرف بر مجاور دو دریا هم هستن و به اقیانوس ها ارتباط دارن، کشیرانی نیرومندی هم دارن، از دیرباز در تجارت دست قوی داشتن، حالا انقلاب صنعتی هم کردیم ما ایرانی ها و تبدیل شدیم به یک نیروی تولید کننده مهار ناشدنی که دستگاه های عجیبی می سازه به دلیل اقتصاد سرمایه دارانه که داره میتونه توی علم فناوری سرمایه گذاری بکنه و با سرعت خیره کننده به چیزهایی دست پیدا میکنه که دیگران هنوز به اون دست پیدا نکردن و اصلا موانعی به دست آوردنش هم ندارن.
بعد ما ایرانی ها سوار کشتی اون میشیم، یه عالمه هم سرمایه و ثروت داریم و به ویژه نکته مهم اینه که اون اقتصاد پویا، اون اقتصاد سرمایه داران دست دولت نیست، بلکه خود جامعه این اقتصاد سرمایه داران رو ایجاد کرده، باز تولید میکنه و هی توسعه میده. به همین خاطر ما یک طبقه، یک لایه ثروتمندی داریم که اینها ثروتشون فئودالی نیست، ثروتشون بر اساس تولیده و دائم دنبال فرصت‌های مناسب‌تر و بهتر سرمایه‌گذاری گوشه گوشه دنیا هستن. ما سوار کشتی‌هامون میشیم، روابط دیپلماتیکمون رو هر جوری که میتونیم بس میدیم، متوجه میشیم که کشور جزیره قدیمی و کهن اما عقب افتاده‌ای در شمال غرب اروپا است، به اسم بریتانیا، و ما از طریق ارتباطاتی که داریم متوجه میشیم که احتمال داره در بریتانیا نفت پیدا بشه، و همین جهت میریم اونجا با شاه بریتانیا، با ارتباطاتی که با دربار بریتانیا میگیریم بهشون میگیم که ما ایرانی هستیم، ما سرمایه گذاری میتونیم بکنیم، شما تو کشورتون نفت دارید. اونا میگن نفت چیه؟ ما براشون توضیح میدیم نفت اینه، و بعد میگیم اگه اجازه بدید امتیاز استخراج نفت ما بدید، ما این پول رو، این در ما به ازا رو به شما میدیم و بعد اجازه بدید که ما نفتتون رو استخراج بکنیم. اونها هم که خب فکر میکردن که چه آدمای بیکاری هستن، از اون سر دنیا کوبیدن اومدن اینجا، میخوان اینجا رو سوراخ بکنن، یه چیزی از تو زمین در بیارن و تازه به اون پولم بدن. خب استقبال کردن، قراردادی با ما بستن و ما هم فرصت مغتنم شمردیم. بعد یه سرمایه، یکی از سرمایه‌دارای خصوصیمون، دولت نه، یه فرد خصوصی، فرض کنیم یک نادرخانی، یک نادرخانی که قبلا جای دیگه تو دنیا سرمایه‌گذاری کرده بود و در معدن طلا یک جای دیگه دنیا سرمایه‌گذاری کرده بود، الان دنبال این بود که بیاد نفت استخراج بکنه، دنبال طلای جدید بود و میاد و یک گروه اکتشافی رو به بریتانیا میفرسته و این گروه شروع میکنن به گشتن و با کلی هزینه کردن و امید و ناامیدی ناگهان نفت از زمین فواره میکنه در جنوب بریتانیا. و خب ما اونجا دیگه هستیم، یعنی همزمان به جهت اینکه نفت تبدیل میشه به کالای اولیه استراتژیک، به این ماده اولیه استراتژیک، حاکمیت ایران هم میاد پشت همین نادرخان فرضی ما تا بتونه نفت رو به بهترین شکل استخراج بکنه و پمپاژ بکنه در اقتصاد کشور ایران که دائم نیاز بیشتری به تولید صنعتی، در تولید صنعتی نیاز بیشتری به این ماده اولیه داشته. به این ترتیب ما روانه جنوب بریتانیا میشیم، در اونجا تا اونجایی که میتونیم سعی میکنیم موازه قدرتی برای خودمون تعریف بکنیم و چون نفت خیلی مسئله مهمی برای ما بوده، روابط خوبی با دربار ایجاد میکنیم، با یه سری از دولت مردای بریتانیایی سعی میکنیم روابط خوبی برقرار بکنیم، سعی میکنیم یعنی حواسمون هست که کسی به تاسیسات ما نزدیک نشه، یک جوری حاکمیت سیاسی اومده پشت، در واقع شده چتر حمایتی برای امور اقتصادی کشورمون، و اگر که یک حاکمیتی هم به یک باره اونجا بخواد شکل بگیره که ضد ما باشه، ما لابی میکنیم، سعی میکنیم که طرفدارای خودمون رو تو بریتانیا به قدرت برسونیم، و از این دستگاه‌ها تا 50 سال میگذره، یواش یواش مردم بریتانیا از این خواب گران بیدار میشن به واسطه با رفتن سطح تحصیل و به واسطه با رفتن شعور طبقه متوسط و تحصیل کرده، الیت جدیدی شکل میگیره که و همچنین با توجه به بست فرهنگ سیاسی تو اون کشور و این جنبندی ایجاد میشه که چرا اصلا ما باید نفتمون رو بدیم به ایران. نفت مال ما بریتانیایی هاست، یعنی بریتانیایی ها تصور میکنن که نفت مال خودشونه و نباید این رو اجازه بدن اینجوری مفت ایرانیا ببرن. حالا اول اومدن استخراج کردن، قرارداد بستن که بستن، ما دیگه نفتمون رو میخوایم ملی بکنیم. و ما به عنوان ایرانی که رفتیم 50 سال تو جنوب بریتانیا سرمایه گذاری کردیم، الان با یه چالش سخت روبرو هستیم. از طرف دیگه در جای جای دنیا هی داریم محدود و محدودتر میشیم و روز به روز داره دامنه گسترمون آب میره. از طرف دو دستی این منابع نفتی رو تو جنوب بریتانیا چسبیدیم. این میشه که یک جنبش ملی کردن نفت تو بریتانیا شکل میگیره و با ما شاخ به شاخ میشه. حالا مسئله اینه، بیاید خودمون رو، من همه این داستان تخیلی رو تعریف کردم که بگم بیاید خودمون رو جای یک جای مردمان دیگه قرار بدیم و از زاویه دیگه هم به ماجرای نفت نگاه بکنیم. حالا این تغییر زاویه به این معنا نیستش که برگردم، حالا این داستان تخیلی تموم شد،
فقط خواستم بگم که بیایم ما تا زمانی که خودمون رو جای دیگران نذاریم، خودمون رو جای دیگران نذاریم یعنی تا زمانی که از زاویه دید دیگران هم به مسئله نگاه نکنیم، شاید نتونیم دریافت نمیخوام کلمه منصفانه رو به کار ببرم، دریافت دقیق‌تری نسبت به رخداده ها به دست بیاریم. من تصور میکنم ما درباره مسئله نفت بیش از پیش داریم از مسئله از منظر خودمون به قضیه نگاه میکنیم و تصور میکنیم که و تصور میکنم که واقعیت دنیای مدرن رو به واسطه این نگاه خودمحور درک نکردیم و فقط کافیه که خب خودمون جای ملت دیگه بزنیم، جای مردم دیگه بزنیم و وقت ببینیم که ما آیا راه‌های دیگه‌ای برای مواجهه با این چالش‌ها داریم. مسئله برمیگردم حالا پرسش اولمون، گفتم مسئله ما به عنوان انسان ایرانی مواجهه با دنیای جدیده. ما در مواجهه با دنیای جدید خیلی از منظر خودمون به همه چی نگاه کردیم و تصور کردیم که حالا که ما یه خود دیر از خواب بیدار شدیم باید بلا فاصله چنین و چنان بکنیم و حق خودمون رو به هر چیزی که هست از دهان دنیا بکشیم بیرون و در این راه احساس میکنم که یک مقدار با واقعیت از واقعیت دور شدیم. این یک نکته. همین نگرش ما که کاملا وقتی که از منظر خودمون نگاه میکنیم دیگه اقتصاد دنیا رو در نظر نمیگیریم، واقعیت‌های توسعه دنیا رو در نظر نمیگیریم، اقتصاد کاپیتالیستی رو در نظر نمیگیریم، در نظر نمیگیریم که هر جای دیگه دنیا هم بود رویه امتیاز دادن امتیاز گرفتن به همین شکل بود و در یک کلام من تصور میکنم این چرخش نگرش باعث تعدیل تصورات ما میشه. چرا همه اینا برای چیه؟ همه اینا برای اینه که من تصور میکنم مسئله جنبش ملی نفت و بعد ظهور و سقوط مصدق به اون شکل سخت منجر به یه تبدیل به کاتالیزوری شد برای پیدایش نوعی ایدئولوژی ضد استعماری، ضد امپریالیستی در با تعاریف خودش که این ذهن ما رو بیش از پیش محدود کرد در مواجهه با دنیا. ما در مواجهه با دنیا افتادیم در یک چاله ایدئولوژیک آشتی ناپذیری که همه این رخدادها بهش دامن زد، تشدیدش کرد. این یک مسئله. جناب افشین من چقدر دیگه زمان دارم؟ حداقل 5 دقیقه، میتونی 5 تا 10 دقیقه دیگه صحبت. بسیار عالی. خب پس مسئله نخست این همین بود که تغییر زاویه دید بود که به ما اجازه میده که مناسبات اقتصادی دنیا و روابط سیاسی رو از یک منظر دیگه هم ببینیم و البته حرف بیراهی نیست، کشورهای دیگه ای بودند که راههای دیگه ای رفتن و روشهای دیگه پیش کردن، اما اصلا این چیزی که گفتم به معنای توجیه عملکرد بریتانیا در ایران، جفاهایی که در حق ملت ما کرده به معنای توجیه هیچ یک از نقاط تاریک رفتار بریتانیا با مردم ایران نیست. مسئله اینه که یک مثال خیلی خوبی رو فکر میکنم ارنست یونگر میاره، میگه آقا سربازای جبهه های جنگ همدیگه رو میدنن پاره پاره میکنن اما یک روز میشینن با همدیگه دست میدن و مذاکره میکنن و صلح میکنن. نکته دقیقا همینه که ما یه کاری کردیم که نتونستیم اون صلح رو دیگه بکنیم. این یه واقعیته. اگر من تصور میکنم ما اگر بخوام که با رخدادهای 50 سال اخیر خودمون نگاه بکنیم ما به اون آشتی نرسیدیم و دائم هم تشدیدش کردیم، هم به شدت بخشیدیم که این ریشه در همین ایدئولوژی سازیه که ریشهش همین رخدادهای سیاسی بود. اما نگاه دومی که به مسئله دارم خود رخداد 28 مرداد که ما عادت کردیم ازش به عنوان کودتای 28 مرداد نام بریم. من سر عنوان هیچ مناقشه‌ای ندارم، اصلا نمیخوام سر عنوان بحث بکنم. مشخص بود که در عنوان گذاری هم سعی کردن عنوان غیر مناقشه برانگیز انتخاب بکنم، اما در اینجا هم من میخوام یه زاویه دید جدیدی رو باز بکنم، اون هم در مورد سرلشکر زاهدی. خیلی برای من عجیبه که زاهدی رو صرفا مثل یه پدیده‌ای که ناگهان ظهور کرده باشه با سقوط مصدق و رخدادهای 28 مرداد و بعد قدرتگیریش رو انزوای مصدق میشناسن. خیلی برای من عجیبه که انگار این آدم هیچ پیشینه‌ای نداشته.
در حالی که یکی از شخصیت هایی که کلن میشه یه جور دیگه هم خوندش. ما اگر برگیگه رخ داد عجیبی توی سال 1321 یک سال پس اشغال ایران رخ میده، دقیقا میخوام بهتون بگم 8-9 ماه بیشتر، یک سال و چند ماه پس از شهریور 20، آذر 21 در یک عملیات 2-0 هفتی، البته خیلی وقیحانه، نیروهای بریتانیا یه افسر بلندپایه ایرانی رو از اصفهان تبعید میکنن. اول بعد بگیم که بازداشتش میکنن یا به عبارتی میربایند او رو، و بعد چون تصور میکنن که عنصر خطرناکیه و ممکنه در بحبوحه جنگ جهانی با آلمانی ها هم دست بشه، به ویژه اینکه با عشایر مرکز ایران رابطه خوبی داشته و مقرش رو اصفهان بوده، تصور میکنن که باید یه فکری با حال این افسر خطرناک ایرانی بکنن. برای خاطر در یک ماجرای خیلی یک مأموریت بسیار به حساب شده ای با چند کامیون به عنوان مهمون پیش این افسر بلندپایه میرن، او رو بازداشت میکنن، در از همون مرکز ایران سوار هواپیماش میکنن و تبعیدش میکنن به فلسطین و 3 سال در اونجا در تبعید بوده، برای اینکه یک عنصر خطرناک، دقت کنید، یک عنصر خطرناک رو که میتونست برای قوای اشغالگر درد سر بره از ایران دور کردن. اون کیه سرش که زد؟ خیلی برای من عجیبه که ما زاهدی رو که انقدر میشناسیم این بره از زندگیش نه میگیم نه اصلا بهش اشاره میکنیم، بلکه بیشتر انگار یه به یک باره سرشکه زاهدی مزدوری از یه جایی در اومده و فعالیتش رو شروع کرده و فقط هم برای این بوده که بیاد بشه مهره بیگانگان. این یک نمونه، این یک چرخش دیگه است. پس ما پیشینه سر، پس ما این رخدادها رو چطوری میتونیم تفسیر بکنیم؟ یعنی چطوری میتونیم این رو در واقع چطوری میتونیم این مسئله تبعید 3 ساله زاهدی و اون بازداشتش به اون شکل وقیحانه و زشت و اون ترسی که بریتانیا ها از این آدم داشتن رو چطوری میتونیم ربط بدیم به 28 مرداد که هر دوتا معنا پیدا بکنه؟ نمیشه دیگه، دو چیز خیلی متناقضه، مگر اینکه یه چیزی اینجا با هم نمیخونه. یعنی اینها رو برای اینکه کنار هم قرار بدیم، یکی باید دست کم برای من توضیح بده که چطور شد که یک آدمی که میهن‌پرست بود و خطرناک بود برای قوای اشغالگر، بعد یهو میشه مهره دست بیگانگان و انقدر موم دست اونها، و این با اینها با هم سازگار نیست. یکی بعد اینها رو برای ما توضیح بده یا ما بعد ذهنیتمون رو تغییر بکنیم. اما من پاسخی که دست کم با سواد ناچیز خودم در این حوزه دارم اینه که تلاش ما بر این که سقوط مصدق رو یک سر به بیگانگان نسبت بدیم باعث شده که ما خودانگیختگی سیاسی رو از خودمون سلب بکنیم. یعنی انگار به طور کلی در ایران خودانگیختگی سیاسی وجود نداره. ما همه سیاستمدارمون یا مهرن یا نیستن، یا ابزار دستن یا نیستن. اینم برمیگرده به همون که آقا ما یک نگاه دیو و فرشته داریم. شخصیت‌های تاریخی از نظر عموم مردم و حالا حتی پژوهشگرا، به ویژه اونجا که ایدئولوژیک میشن، یا تاریکن یا روشنن، وسط ندارن و در همین راستا یا مستقلن یا مهرن. ما آدمی نمیتونیم پیدا بکنیم که یکی از این دوتا نباشه. یعنی یک نفر یا مطلوب ماست که میشه یه شخصیت مستقل، یا مهره است که خب حتما دیگران گوکش کردن کار انجام داده. و هیچ کس هم نمیگه که آقا در کابینه اول مصدق وزیر کشور مگه زاهدی نبود؟ پس نمیشه که یه آدمی که خود مصدق اینقدر پذیرفته و قبولش داشت به یک بار اینجوری بشه. اما پاسخی که من برای این مسئله دارم اینه که خب در ایران یک سیاستمدار کارکشته ای که یا یک دولتمرد میتونه خودش بازیگر باشه، میتونه روایت دیگه ای از رخدادهای سیاسی داشته باشه و به همین خاطر دنبال اهداف با یک روش دیگه ای باشه. ما ایرانی ها میتونیم برای همدیگه خود احترام بیشتری قائل باشیم. یعنی همون کسی که ما داریم انقدر میکوبیمش، برای سعی میکنیم که بدترین تعابیر رو دربارش به کار ببریم، شاید اونطوری نباشه، شاید اون نگرش و نگاه خودش رو داره. و این ربط داره به اینکه ما در فرهنگ سیاسیمون چیزی فرهنگ آشتی ناپذیری داریم و بعد چون آشتی ناپذیریم، بعد طرف مقابل رو یا روشن می‌بینیم یا تاریک.
من میگم که زاهدی به عنوان یه سیاستمدار میتونست نگرش متفاوتی داشته باشه و اصلا هم بعید نیست. پیرو بحث اولی که من کردم، یعنی مثالی که زدم، گفتم اون نیروی در واقع اون کشور صاحب امتیاز نفت ممکنه لابی بکنه، ممکنه ارتباطایی برقرار بکنه، ممکنه سعی بکنه که هواداران خودش رو به قدرت برسونه تا از منافع خودش رو، اصلا ممکنه این نیستم. اما مسئله اینه این شخصیت سیاسی بهش نمیخوره که یک مزدور صفر باشه، یعنی به زندگیش که نگاه میکنیم جور در نمیاد. پس این خود این میتونه برای خودش بر اساس انگیزه‌ای که از شناخت و معرفت شناسی سیاسی خودش میاد دست به اقدام بزنه. حالا ممکنه در این وسط در این برههای هم پیوندهایی هم با قدرت خارجی داشته باشه، از قدرت و نفوذ استفاده بکنه، ولی من فکر میکنم این کاریه که تقریبا هر دولت مردی، هر سیاستمداری در برههای مختلف زندگیش میکنه و سعی میکنه که سیاستی که داره در پیش میگیره در این حال مطلوبیتی رو در جهان برای خودش از سوی قدرت‌های مختلف بیاره. من اصلا نمیخوام ابعاد بشناسم بگم این چقدر وابسته بوده نبوده. من میخوام بگم که این نگرش‌های ما که حالت متسلبی پیدا کرده، اینها قابل بازنگریه و تصور میکنم که ما هیچ موقع نخواستیم که با یک نگاه دیگه هم به مسائل تاریخی نگاه بکنیم. من مثال آخری که میزنم و بحثم رو میبندم برای اینکه ببینید نگرش چقدر متفاوته. ما سر سرنگونی مصدق هیچ موقع آمریکا رو نبخشیم. هیچ اصلا نمیتونیم بپذیریم. یه دستکم بخشی از مردم ما که البته حالا بخشش نمیدونم چقدر صادقانه است، چقدرش صرفا یک نگاه ریاکارانه است، اما بخش از مردم ها هیچ موقع نتونستن و نمیتونن آمریکا رو ببخشن. و چرا اینا مهمه؟ چون اینا اومده بدن شده استوانه ها و پایه های مختلف نگاه ایدئولوژیک ما و بعد اصلا رو کل زندگیمون اثر گذاشته. یعنی این اصلا چیزی کمی نیست که از کنارش رد بشیم. من یه مثال دیگه میزنم. سرنگونی مصدق، ما یه سرنگونی دیگه هم در تاریخ معاصرمون همون نزدیکی ها داریم که بسیار زشت‌تره، بسیار استعمارگرانه تره، بسیار امپریالیستی تره و هر آدمی میهن‌پرست رو اصلا کار نداریم که حاکم کیه، ما از حاکم خوش اومده، نه، هر آدم میهن‌پرستی رو بسیار متاثر میکنه ولی هیچ کس در موردش صحبتی نمیکنه و اونم سرنگونی رضا شاه. اصلا ربطی به این نداره که ما رضا شاه رو بپسندیم یا نپسندیم، حاکمیتش رو از منظر خودمون مشروع بدونیم یا ندونیم، اون مهم اینه که یه قدرت بیگانه به زشت‌ترین شکل ممکن، یعنی اشغال نظامی و بعد تهدید و بعد ارعاب به درهم شکستن کشور، حاکمی رو سرنگون میکنه، عزل میکنه، مجبور میکنه و کنار بکنه و تغییرات سیاسی میزه. این چه فرقی داره با سرنگونی مستبدی؟ این شدیدتره یا اون؟ من میخوام بگم خیلی برای من عجیبه که برای اینکه ببینیم نگاه ما چرا اینجوری، چرا ما اینجوری نگاه میکنیم مسئله تاریخی. من یک نگاه خونسا سعی میکنم داشته باشم، چرا به مصدق، چرا به رضا شاه. اصلا کاری که من میکنم به عنوان ایدئولوژی پژوه اینه که تونجی میتونم پدیده های تاریخی فاصله بگیرم و از یک منظر خونسا تا بتونم با اینا رو باز تعریف کنم، در موردشون باز اندیشی بکنم و خودم توی اون تار ایدئولوژیک هم ملیت ایرانی نداشته باشم، سوگیری سیاسی هم نداشته باشم، میگم که عجیبه مردم ایران چرا اینطوری هم نسبت به اون سرنگونی که 12 سال قبلش بوده اینقدر بی‌تفاوت، نسبت به سرنگونی بعدیش اینقدر حساس. من بحثم رو دیگه میبندم و یا جناب تدیانی عزیز، فقط با توجه به اینکه آقای زیبای کلام پیگیره، میگه اینترنت نداره جایی که هستش، یعنی اینترنتش خوب نیست، هی قطع وصل میشه و اینها، نمیدونم آیه بازرگان، نوید بازرگان هم تشریف آورده، دوست عزیزمون، پسر شادراو مهندس بازرگان، خوش آمد میگم. نمیدونم آیه دکتر وکیلی شما میتونید تو این مقطع صحبت کنید برخلاف رویه‌ای که همیشه آخر سر صحبت میکنید در نشستای خورشید؟ میتونم در خدمتتون باشم، منتها آقای دکتر موسویان هم من گفتم آقای دکتر موسویان بیشتر بحثش از زاویه جبهه ملی ایران و دیدگاه های فرد مصدقی و اینها پاسخ به نقد هاست. حالا نمیدونه اگه بحث من اتفاقا در ادامه بحث مهدی عزیز هم قرار میگیره، یعنی حالا اگه بخواین من میتونم خدمتتون باشم.
آقای بازرگان هم اگر صحبتی داشته باشه و خواست بگه که ما بین صحبت های دوستان حتما وقتی رو هم واسه ایشون در نظر بگیریم. من استفاده میکنم، من گوش میدم. خیلی متشکرم از ابراز لطفتون، ممنونم. سلام میکنم به همه دوستان عزیز. نه من سعی میکنم استفاده کنم، اگه نکته بود چشم در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم، پیروز و پاینده باشی. خب پس در خدمت های دکتر وکیلی هستیم، جامعه شناس، از زاویه خاص خودشون موضوع رو نگاهی بکنن، تا اگر بازم آقای زیبا کلام نیومدن ما در خدمت های دکتر موسویان باشیم، چون به هر حال هم‌آورد آقای دکتر موسویان آقای دکتر زیبا کلامه که قبلا هم پای صحبتشون بود. شروین جان در خدمت. ببینید دوستان، من حالا چیزی که به نظرم میاد بگم، من در واقع سخنی که میخواستم بگم از زاویه روایت تاریخی و رابطهش با هویت بود. یعنی بحثی که میخوام بکنم به این مربوط میشه. خیلی برام جالبه، خب یه بخش عمده ای از یه در واقع جبهه‌ای که فکر میکنم ارزشمند بود برای سخنم رو آقای تدیونی عزیز، مهدی عزیز گشود و خب خیلی خیلی خوب بود. یعنی من سپاسگزارم مهدی جان، این یورشی که بردی به سمت داستان خیلی خوب بود. و اگه اجازه بدی من در ادامه در واقع حرف تو میخوام پیش ببرم سخنم رو، هرچند زاویه نگاهم یه مقدار متفاوته و ولی در چند رکن فکر میکنم ما با هم دیگه اشتراک نظر داریم. اون اشتراک نظرها رو بد نیست تصریح کنم، برای اینکه روش شناسیم و اون زاویه‌ای که دارم به موضوع نگاه میکنم معلوم بشه. و سخن من سه بخش داره در واقع. یه بخشش روش شناسانه است، یه بخشش که این بخش روش شناسانه در واقع در امتداد سخن آقای تدیونی عزیزمون قرار میگیره، یه بخشش در مورد خود رخ داده و در واقع یه نگاه سیستمی به کودتای 28 مرداد، و یه بخش دیگه داره که در واقع پیشنهاد راهبردی شاید یا یه شاید پیشنهاد موضع باشه. یه دقیقا گفتن ما موقعی که داریم به رخدادی تاریخی نگاه میکنیم که انعکاسش تا به امروز ادامه پیدا کرده، ما به راحتی ممکنه درگیر ایدئولوژی بشیم. ایدئولوژی به نظر من تفاوتش با یک پژوهش علمی، با یک دستگاه مفهومی اندیشه‌ای اینه که در ایدئولوژی ها ما با یک شبکه ای از پاسخهای بی جواب، پاسخهای بی پرسش روبرو هستیم. در واقع ایدئولوژی مجموعه ای از گزاره های قطعی شده است که مدارهای قدرت رو تقویت میکنه، و به همین خاطر ایدئولوژی ها به جای اینکه از افراد صادر بشن از نهادها صادر میشن. یعنی سازمان ها هستن که ایدئولوژی دارن و آدم ها میرن میفتن توی ایدئولوژی سازمان ها. این البته دیدیه که من در مورد مفهوم ایدئولوژی دارم دیگه. یعنی من ایدئولوژی رو در مقابل مفهوم نظریه علمی، در مقابل مفهوم پژوهش و کاوش علمی میبینم. ایدئولوژی به این ترتیب یک ابزار توجیه کردن مدارهای قدرته و مجموعی از پاسخ ها رو پیشنهاد میکنه به جای اینکه مجموعی از پرسش ها رو طرح کنه. ایدئولوژیک نگاه کردن به تاریخ بدان معناست که ما بر مبنای مدارهای قدرت از پیش موجود، بر مبنای نهادهای سیاسی که وجود داره، جبهه بندی هایی که وجود داره، به قصد دفاع یا به قصد حمله از این مدارهای موجود نگاه کنیم، به رخدادهای تاریخی تفسیرشون کنیم. همیشه این کارو ما میکنیم به عنوان مورخ، به عنوان جامعه شناس نگاه میکنیم، جاهایی رو برجسته میکنیم، چیزهایی برامون مهم قلمداد میشه، به نگاه نکردن به چیزهای اعتراض میکنیم و فرا میخوانیم به اینکه به چیزهای دیگری نگاه بشه. همیشه این اتفاق میفته و این اتفاق خجسته است. به نظر من اگر که شرطی داره، اگر که با طرح پرسش همراه باشه، و به نظر من کاوش علمی، پژوهشگرانه نگاه کردن به تاریخ شرطش اینه که پرسش طرح کنی و پرسش ها گشودن، یعنی پرسش ها برخلاف پاسخ های ایدئولوژیک ختم نمیشن. اینطوری نیست که من بگم مثلا مصدق که حالا یه خویشاوندی هم با ما داره، این آدم خوبی بود یا آدم بدی بود. یعنی میتونیم بگیم فلان کارش خوب بود، میتونیم بگیم فلان کارش بد بود، ولی یه پرسش گشوده‌ای در انتهای کار وجود داره که همچنان باید این اندیشیدن و رایزنی ادامه پیدا کنه.
از این زاویه وقتی نگاه میکنیم، پس بنابراین یه نکته این که من منتقد سرسخت نگاه ایدئولوژیکم، این میخواستم موضع خودم رو روشن کنم و نگاهم یه نگاه پژوهشگرانه تاریخی پرسش مداره، این شکلیه نگاه. موقعی که نگاه میکنم به یه رخدادی مثل کودتای 28 مرداد، من راستش تعارف ندارم از اینکه کلمه کودتا رو براش به کار ببرم، چون اینکه کلمه کودتا توی گفتمان دوران پهلوی توسط کسانی که درگیر بودن توی این ماجرا به کار گرفته میشده، یعنی چیزی نیست که مثلا الان ابداع شده باشه، این کلمه کودتا رو خود سرلشکر زاهدی به کار میگیره و اصلا تانک کودتا میگفتن، اون تانکی که در واقع میمده توی چیز میچرخیده و در واقع وقایع اون روز به صورت کودتا تفسیر شده در درجه اول. بنابراین در مورد کلمه ها من فکر میکنم تعارف نداشته باشیم، اگه کلمه تو تاریخ اومده و حالا ممکنه شما بگین کودتا خوبه، ممکنه بگین بده، ممکنه بگین نمیدونم داریوش بزرگم به نظر من تو کتیبه بیستون موقعی که ماجرای بردیا رو مینویسه، بردیا دروغین رو مینویسه، کودتا کرده اونجا، خیلی هم کار خوبی کرده به نظرم، نمیکرد به باد میرفت ایران، منتها اتفاق بر صورت کودتا بوده، یعنی یه جریان نظامی پشتش بوده که در اون لحظه سلسله مراتب قانونی رو برای کسب قدرت طی نکرده. موقعی که ما به این رخداد، به این کودتا نگاه میکنیم، این نکته خیلی مهمه که معمولا آدم ها وقتی نگاه میکنن به این موضوع هیجان زدن و قابل درکه که چرا اینطوره، چون این از رخدادهاییست که به اصطلاح من بهشون میگم رخدادهای هویت ساز، یعنی انعکاسش بر زیست جهان امروز ما همچنان باقیه، یعنی ما موقعی که الان داریم با هم دیگه حرف میزنیم همچنان داریم در دنیایی زندگی میکنیم که توسط پیامدهای این رخداد دستکاری شده، ما داریم همچنان در درون لایه هایی از جبهه بندی های سیاسی نگاه میکنیم به دنیامون که وارث جبهه بندی هایی هستند که در اون دوران شکل گرفته، و ماجرا اینه که رخدادهای تاریخی هویت ساز در ایران یکی از نکات خیلی جالب اینه که خیلی زیادن و خیلی دیرپان، یعنی مثال بزنم خدمتون، مثلا یکی از چیزهایی که فرانسوی ها خیلی بهش افتخار میکنن و خیلی براش اهمیت قائلن، خب انقلاب کبیر فرانسه است، یعنی اولین انقلاب مدرن سیاسی تاریخه و هنوزم جشن میگیرن، هنوز من دوستانی دارم فرانسوی همشه افتخار میکنن بهش، منتها شما کافیه صحبت کنید باشون تا متوجه بشین که فرانسوی الان هیجان زده نمیشن وقتی در حرف انقلاب فرانسه میشه، البته که افتخار میکنن بهش و البته که زیست جهانشون تغییر کرده، منتها تغییر زیست جهان فرانسویان به خاطر انقلاب فرانسه با تغییر زیست جهان انگلیسیا به دلیل انقلاب صنعتی که تقریبا همزمان بوده و به تحول سیاسی منتهی نشده خیلی فرقی نمیکنه، یعنی اینو دوتاشون دوتا کشور مدرن اروپایی ان، الان هر کدوم به یه چیزایی افتخار میکنن، فرهنگشون متفاوته، منتها خیلی هیجان زده نمیشن در این مورد حرف میزنن. ما موقعی که در مورد 28 مرداد حرف میزنیم، مثل موقعی که در مورد حمله اعراب به دولت ساسانی حرف میزنیم، مثل موقعی که در مورد سقوط اصفهان موقع حمله اشرف افغان حرف میزنیم، مثل موقعی که در مورد حرف میزنیم، ببین اینا زمانیه، بعضیاش هیجان زده میشیم، یعنی اتفاقی که میفته اینه. شبلی جان صدا قطع شد، ای وای نمیدونم دوستی میتونه تماس بگیره با دوستان پشتیبانی. خب حالا من خودم یه بحثی رو میخوام حالا باز کنم. من فکر می‌کنم روایتی که خب دکتر جان برگشتی، آها صدات قطع شده بود، الان صدای منو دارین دوباره؟ الان دارین دوباره، خیلی خوب. تا کجا کجاش قطع شد؟ از کجا قطع شد؟ اینی که ما خیلی با احساس به این اتفاقا نگاه می‌کنیم. ماجرا اینه که ما دلیل داره این هیجان زده شدنمون به این خاطر که این رخدادها واقعا انعکاس دارن در زیست شهان ما، یعنی به عنوان مثال حمله چه میدونم نورمن ها به انگلستان در زبان انگلیسی الان یه تأثیری گذاشته، زبانشون مثلا کلید واژهای فرانسوی کهن داره، منتها خیلی الان زندگیشون ارجاع نمیده به قرن 11 هم که مثلا ویلیام فاتح وارد انگلستان شد،
فرانسوی ها الان ارجاع میدن به انقلاب فرانسه، ولی خیلی الان نظام سیاسیشون دیگه ربطی به اون چیزی که 200 خورده ای سال پیش تجربه کردن نداره. مال ما واقعیتش اینه که ربط داره، یعنی هویت ما و تحولی که رخ داده توی نظام اجتماعی ما برخلاف اون چیزی که خیلی از دوستان و همکاران من میگن در مورد جامعه کوتاه مدت، جامعه کلنگی، این کلیدواژه‌های اینطوری که حالا به نظر من علمی هم نیست خیلیاش، خیلی ما شنیدیم. منتها متغیر بندی اگر بکنید، علمی نگاه کنید به جامعه ایرانی، جامعه عمیقا تاریخمند میبینید، جامعه‌ای که انعکاس رخدادهای تاریخی تا دیر زمانی، تا قرنها، تا هزارها بعدش به طور ملموس وجود داره و موضوع بحثه و هیجان انگیزه. بخش دوم سخن من رو که میخوام اینجا ختمش کنم با این جمله ببندم که در کنار احتیاط و مراقبت از این که ما درگیر ایدئولوژی نشیم، باید به این نکته توجه کنیم که وقتی داریم درباره تاریخ ایران حرف میزنیم، داریم در مورد یک تاریخ زنده پویای در هم تنیده با زیست جهان امروزمون حرف میزنیم و بنابراین پیامدهای عینی روی هویت امروز ما داره. یعنی ما در مورد یک موضوع خونسای دوردست خیلی نرم و لطیفی که سیال باشه حرف نمیزنیم، ما در مورد موضوعی حرف میزنیم که همین الانم وجود داره. یعنی سخنی که مهدی عزیزم گفت در مورد استعمار، استعمار الان وجود داره. یعنی ما الان در مورد مثلا چین، در مورد روسیه، در مورد آمریکا، در مورد اینا خب بالاخره میبینیم دیگه، اگر چشمون باز باشه روابط قدرت و مدارهای قدرت رو میبینیم و اینکه سودجویانه است و اینکه مداخله جویانه است و اینکه مردمی رو ممکنه به تباهی و فقر و بدبختی بکشونه. و وقتی این رو میبینیم، اینو باید توجه داشته باشیم که نوع موضع‌گیری ما در مورد یه مفهومی مثل استعمار که ممکنه یه جایی یک ردپای خیلی ماندگار و سهمگینی به جا بذاره، مثل 28 مرداد یا مثل شهریور 1320 یا جاهای دیگه میشه رفت، یعنی میشه ادامه داد این فهرست رو. نکته در واقع دوم من محصل کلام این که موقع نگاه کردن به این مفاهیم، به زنده بودنش و به مؤثر بودنش باید توجه کرد. این نکته دوم. نکته دیگری که به نظرم میاد و مهمه اینه که درباره رخدادی مثل 28 مرداد من کاملا موافقم با مهدی عزیزم و با دوستان دیگر، چون فکر میکنم این الان تا یه حدودی عقل سلیمی شده بین پژوهشگران حوزه تاریخی، حوزه جامعه شناسی و رشته‌های مشابه، که ما موقعی که داریم در مورد شخصیت‌های تاریخی حرف میزنیم با موجوداتی سیاه و سفید سر و کار نداریم، بلکه با آدم‌های پیچیده و لایه لایه سر و کار داریم و بر مبنای داده‌ها و مستندات و بر مبنای همه داده‌ها و همه مستندات باید حرف بزنیم دیگه. و دقیقا همونطوری که گفتن، مثلا در مورد سرلشکر زاهدی، خب این شخصیت خیلی پیچیده‌ایه و خیلی شخصیت تاثیرگذاریه و بی‌تردید شخصیت ملیه، شکی درش نیست. ولی این شخصیت ملی آیا فلان کردارش، فلان موضع‌گیریش، فلان نقطه، فلان کاری که انجام داد در جهت منافع ملی بوده یا نه، این سوالی که باید داوری کرد دربارش دیگه. در فلان نقطه اشتباه میکرد یا نمیکرد بر مبنای متغیرهای مشخصی که خودش اعلام کرده یا ما الان یه مقدار از بیرون ممکنه بتونیم وضع کنیم، بر مبنای این سخن ما موقعی که در مورد یه چیز شبیه 28 مرداد حرف میزنیم، به نظر من بدیهیه که اینا رو باید رعایت کنیم. یه سری شروط رو باید روش شناسی مشخصی داشته باشیم، باید داده ها رو منصفانه و فراگیرانه در نظر بگیریم و توی روش شناسیمون استفاده کنیم ازش و باید پیچیدگی موضوع رو حتما بهش نگاه کنیم. با فرض اینکه این کار رو انجام میدیم، من یکی از بازخوردهایی که از دوستان گرفتم این بود که قبل از اینکه این نشست شروع بشه، پیغامایی که به من میدادن میگفتن تو چرا موضع خودت رو روشن نمیگی، در حالی که من فکر کنم چند بار گفتم و تقریبا هر سالم برای 28 مرداد یک برنامه‌ای داریم، یه بار دیگه ولی موضوعمو میخوام روشن بگم. من تو چارچوب نظریه سیستم‌های پیچیده نگاه میکنم به تاریخ و به نظام‌های اجتماعی و توی اون چارچوب همونطور که گفتم همه داده‌ها مهمن، همه داده‌ها هم وزن نیستن، ولی همه رو باید نگاه کرد. و توی اون چارچوب که نگاه میکنید، همونطور که مهدی عزیز گفتن، البته با اختلاف نظرها و زوایایی که حالا ما با هم دیگه داریم، چیزی که واقعا رخ داده مثل چیزی که همیشه رخ میده اینه که شما با یک مدارهای درهم تنیده شلوغ قدرت سر و کار دارید و همیشه اینطوره.
یعنی در یه نقطه، به ویژه در نقطه هایی که شما نقطه عطف تاریخ دارید، موقعی که یه گدار تاریخی مهم دارید، یه چرخشی رخ میده، مثلا توی نظام سیاسی، مثلا توی شیوه ارتباط کشور با کشورهای دیگه، مثلا توی تدوین گفتمان هایی که پوزیسیون و اپوزیسیون رو از همدیگه تفکیک میکنه، توی این نقاط مهم مثل بقیه جاها ولی متراکمتر، شما مدارهای قدرت متنوع، لایه‌های متفاوت سازماندهی اجتماعی، شخصیت‌های تأثیرگذاری که بعضیشون تصادفی تأثیرگذار میشن توی اون مقطع و به خودی خودشون ممکنه مهم نباشن، توی اون جایگاه یه دفعه اهمیت پیدا میکنن. اینا رو همه رو کنار هم دیگه داریم و اینا رو همه رو کنار هم دیگه باید دید. داوری کردن درباره یک رخداد و درباره یه شخص کار دشواری است و متغیرهای روشن و شفاف لازم داره. من متغیرهایی که خودم دارم و میتونم بهتون بگم، متغیرهایی که من دارم برای اینکه داوری کنم کلن در مورد همه چیز، یعنی این یک دستگاه نظری سیستم پیچیده، خوبیش اینه دیگه که میان رشته ایه، یعنی امکان اینو داره که پرسش ها رو از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل کنه. بنابراین موقعی که مثلا داریم پرسش میکنیم آیا کودتای 28 مرداد خوب بود یا بد بود، یعنی سقوط دکتر مصدق به نفع ایرانیان بود یا به ضرر ایرانیان بود، یا موقعی که داریم این پرسش رو طرح میکنیم که انتخاب سرلشکر زاهدی برای اینکه رهبری نظامی این شاخه نظامی این جریان رو بر عهده بگیره و بدوزه اون سردوشی مشهورش رو بر دوشش بعدش، این انتخاب درستی بود یا نبود، متغیر لازم داریم. متغیرهایی که من میسنجم باش رخدادها رو چهار تاست: قلبمه، قدرت، لذت، بقا، معنا. و حالا الان دیگه اینجا فرصتی نیست بخوام توضیحش بدم، منتها این چهار تا غایت‌های طبیعی سیستم‌های اجتماعی هن. توی یک مدل نظری که بهش میگیم زوروان و من از اونجا دارم نگاه میکنم به دنیا. یعنی اگر ما میپرسیم که در روز 28 مرداد رخدادی خجسته یا گجسته اتفاق افتاد، باید بپرسیم که آیا این رخداد قدرت نهادهای جامعه ایرانی رو افزایش داد یا کاهش داد؟ معنا رو، ساختارهای گفتمانی رو، نظامهای تراوش معنا رو، منشهای اجتماعی رو در لایه فرهنگ تقویت کرد، گسترش داد، نیرومند کرد یا ضعیف کرد یا پوچ کرد یا کاست، فروکاست. باید ببینیم که در حوزه بقا چه تأثیری داشته، باید ببینیم در حوزه لذت به لحاظ آماری چه تأثیری داشته و اینا قابل اندازه‌گیریه، اینا قابل رصد کردنه. من موضع خیلی روشنی دارم در این مورد، یعنی من معتقدم که کردار استعمارگرایانه کشورهای استعمارگر به هیچ عنوان توجیه اخلاقی نداره و خیلی وقتا توجیه عقلانی هم نداره. یعنی مثلا اتفاقاتی که در هند افتاد در دوران استعمار انگلیس، بخش عمده‌ایش علاوه بر اینکه فجایع وحشتناکی بود، اصلا توجیه عقلانی هم نداشت، دلیلی نداشت این اتفاق بیفته. خطاهای خیلی عجیب غریب، تعصبای عجیب غریب، من دارم کاری که مهدی عزیز کرد رو میکنم، یعنی میرم خودم رو میذارم جای انگلیسی که الان سرور هند شده و میپرسم که کشتار دهلی چه دلیلی داشت؟ خب شورش کرده بودن مردم، منتها کشتار مردم دهلی، کشتار جمعیت غیر نظامی دهلی که البته مخالف انگلیس بودن ولی دست به سلاح نبرده بودن، و این قضیه که دارم میگم سال 1853 یه فاجعه بسیار بسیار جدی مثل حمله مغول میمونه و خب البته تو تاریخ ها شما معمولا نمیبینید مگر اینکه تاریخ خیلی دقیق مثلا تخصصی باشه، تو تاریخ های عمومی چون آنگلوساکسون ها میبینیدش معمولا نمیبینید اینا رو. منتها پرسش اینه که داوری آیا میشه در مورد اینا کرد یا نه، و بله میشه داوری کرد و میشه گفتش که نظام های استعماری قلبم، قدرت، لذت، بقا، معنا رو در ایران فرو میکاستند، در همه مستعمره ها فرو میکاستند، هر جایی که رخدادی به نام استعمار ما داشتیم چنین حادثه ای رخ داده و الان هم داره رخ میده. یعنی این یه فرایند تاریخی است اصولا، استعمار داشتیم، حالا نوع استعمار داریم، خیلی تفاوت نمیکنه الگوش. آیا در جریان رخداد 28 مرداد، در جریان ماجرای نفت، یعنی آنچه که به این رخداد منتهی شد، بازیگرانی ما داشتیم؟ یکیش خود دکتر مصدق بوده، نوع بازی دکتر مصدق در مورد نفت ایران، آیا این بازی خوبه؟ بازی حقوقی بوده دیگه و تو زمینه اصلا قواعد حقوقی دیپلماتیک و قواعد حقوقی پیش روی کرده و پیروز شده. اینا چیزای مهمیه، یعنی ما اتفاقا نرفتیم مثلا چه میدونم ترور کنیم یه در بیرون کنیم به زور، اون یه فرایند حقوقی داشته و توی این فرایند حقوقی ایران برنده شده. یعنی این
دادگاه لاهه مهمه پیامدهاش رو نگاه کنیم و مداخله یک کشوری در کشور دیگری رخ داده. دست کم روایت آمریکایی‌ها اینه و من میدونم که اغراق شده توش، اینا هممون میدونیم که CIA برای اینکه بودجه بگیره و چیز کنه اغراق کرده توش، منتها بر صورت چه این اتفاقی افتاده و گفتمان اونا اینه، اینو باید در نظر داشت. من جمع‌بندی کنم چون زمانم تموم شده الان. آنچه که من دستم میاد موقعی که دارم در مورد 28 مرداد یا رخدادهای هویت‌ساز دیگر نگاه میکنم اینه که ما به این رخدادها باید حتما علمی و پژوهشگرانه نگاه کنیم. داده خیلی زیاده و این داده ها خیلی جالبه. یعنی به عنوان مثال من دقیقا اون چیزی که مهدی عزیز گفت یه جملهشو میخوام تکرار کنم، تو ایران شما بازیگرانی دارید که زرخرید نیستن و نگاه کردن به بازیگران ایرانی در مقام زرخرید ساده لوحیه، یعنی داده ها رو ندیدنه، همیشه همینطوره و همه اون بازیگرانی که شما میبینید اینا پیوندهای بالاخره با یه جاهایی دارن، خیلی وقتا منافع خودشون رو اصلا دارن دنبال میکنن. یعنی اون مسعود عزیز رو من میبینم و عکس یکی از اون دو برادر وسوق چیز رو و مثلا این دو برادر منافع شخصیشون رو خیلی وقتا دنبال میکردن ولی اون منافع شخصی در امتداد منافع ملی بوده و چقدر عالی، این یه اتفاق خوبی است. یه مواقعی هم نبوده و چقدر بد، رشوه گرفته از فلانی، کار بدی کرده، احتمالاً بدی کرده، یعنی برخلاف منافع ملی در راستای کاهش قلبم میانگین قلبم ایرانیان بوده. کنیم به این موضوع، به نظرم لازمه که پژوهشگرانه نگاه کنیم، لازمه که داوری کنیم دربارش. من فکر میکنم ما از داوری در این مورد گریزی نداریم، یعنی نگاه پژوهشگرانه متضاد نیست، ترد نمیکنه داوری در مورد رخدادها رو. باید ما داوری کنیم به این خاطر که الان در موقعیتی هستیم که ما هسته و در نهایت آخرین جمله این که یکی از دوستان داره چیزی میگه، مثلا که آخرین جمله این که توی این فرایند داوری نکته عمده شنیدن نگاه های دیگره، شنیدن داوری های دیگره و دلیلی هم نداره ما با هم دیگه توافق کنیم رو چیزی، چون زیدجان های ما متفاوته اصولا. یعنی یکی از چیزایی هم که یکی از دوستان کامنت گذاشته بود، گفته بود من اگه بالاخره فهمیدم 28 مرداد چی شد شما توافق کردین، یه گاه برای ایزد مهر میرم قربانی میکنم. مثلا نکته اینه که اصلا قرار نیست ما به نتیجه واحد برسیم، ما قراره حرفه هم دیگر بشنویم و زوایای مختلف نگاه کنیم، به مورد تمرینی کنیم واسه شنیدن سخن هم دیگه. سپاس بسیار دکتر جان. البته بازم اعلام موضوع نکردی، خیلی فنیه، باید بگی که این قلبم رو باید سنجید نسبت به 28 مرداد که آیا این اتفاق افتاده یا نه. بذار یه جمله بگم. به نظر من دکتر مصدق موضعش در مورد نفت موضع درستی بود و با روش درستی پیش رفت. خیلی روشن بگم، به نظر من کودتایی که در اون لحظه رخ داد، کودتا بود بیشک، حالا نیروهای متنوع در درگیر بودن ولی بالاخره محور ستون فقراتش نیروی نظامی بود، کودتایی که در اون لحظه رخ داد احتمالاً خوب بود، احتمالاً به نفع منافع ملی بود. خطر شوروی و خطر کمونیستا جدی بود در اون لحظه، یعنی راستش انتخاب سرلشکر زاهدی هم به نظر من بیراه نبوده. خب و یه دلیل اینکه خب خود مصدق هم خیلی واکنش نشون نداد و چیز نکرد همین بود دیگه. اعلام موضع فکر می‌کنم الان روشن کرده باشه. آره خب این خیلی روشن بود، سپاس بسیار. دست درد نکنه. ما تو انجمن خودم، انجمن افراز، 15 سال پیش در خدمت آقای موسویان بودیم، اون موقع به همراه آقای شادروان دکتر معیدزاده. با توجه به اینکه الان هرچی زمان جلوتر میاد، هم موضوع 28 مرداد هم موضوع خود دکتر مصدق، از اون حالت اینکه فقط نخبگان روش داوری داشته باشند و نظر داشتن فراتر رفته و به ویژه جوان هم تو این حوزه ها خب خیلی وقت اظهار نظرهایی میکنن، جامعه نسبت به موضوع دارای توان تحلیل شده. خیلی دوست دارم ببینم بعد از این سالها آیا موضع خود جناب موسویان تغییری کرده یا نه. حالا با توجه اینکه آقای زیبا کلام نتونستن با ما بپیوندن، دیگه فکرم نمیکنم دیگه تو وقت باقی مونده بتونیم در خدمتشون باشیم، البته بازم دوستان در تماس هستن، نتونستم وارد اصلا این لینک گوگل میت بشن. آیه دکتر موسویان پزشک هستن و الان هم رئیس هیئت رهبری اجرایی جبهه ملی ایران هستن که این دوتا هیئت یکی شده و خب بالاترین مقام در داخل جبهه ملی ایران که نزدیکترین نهاد به خود شادروان دکتر مصدقه.
فقط من پیش از اینکه آقای موسویان صحبت کنه یه نکته ای رو بگم، مثلا واسه اینکه یه مقدار بحث چالشی بشه، چون صحبت‌های دوستان دیگه خیلی میانه بود. خیلی صحبت هستش الان، زیاد چنیدیم، خیلی الان این ماجرای 28 مرداد رو کودتای آمریکایی میدونن یا حداکثر آمریکایی انگلیسی. ولی خب من خواستم بگم اگه ما خود تاریخ رو همجور که خود دکتر وکیلی عزیز گفت نگاه کنیم، روند اصلا جنبش ملی شدن صنعت نفت در پاسخ به اصلا نفت ما در دست انگلیس بود و این دو وجه داشت، علاوه بر وجه اقتصادی وجه استعماری و دخالت در سیاست ایران هم داشت و برای همین این کلیت این داستان در تقابل با انگلیس بود. یعنی اصلا موضوع برعکس خیلی بحثایی که این روزها داغ میشه، اصلا مصدق شاه نبود، مصدق انگلستان بود. و در ماجرای 28 مرداد دشمنی ها رو از قبل نگاه کنیم، خب از ابتدای نخست وزیری دکتر مصدق یک روند مخالفت رو از همون ابتدا انگلستان گذاشت، حالا یک خیلی داستانش طولانی، از اینکه اول نپذیرفت اصلا ملی شدن و بعد مشروط پذیرفت، بعد اقدام نظامی کرد، بعد سعی کرد شکایت کرد به لاهه، به شورای امنیت، جای مختلف، و این اصلا دشمن اصلی انگلستانه. و تو اون مقطع ابتدایی هم دربار، هم سوئه، هم آمریکا میانه بازی میکنه، یعنی سعی میکنه نقش میانجی رو داشته باشه، و بعد در مرحله بعدی دشمنان دولت ملی ما حزب توده ایرانه. حالا درسته بعضی از توده‌ای ها خانش جدیدی دارن، میگن بعد از 30 تیر این تغییر کرده این دیدگاهشون، که ولی جای تاریخ رو نگاه میکنیم، مقاله های روزنامه های توده‌ای رو نگاه میکنیم، همچنان تا 28 مرداد این مخالفت ها هستش و این صحبت ها به نظر میاد صحبت های پسینیه، نه صحبت هایی که در زمان خود، یعنی در اون شورای مرکزی، همچنان شورای مرکزی حزب توده مخالف دکتر مصدق، اون شاید 1-2 نفر اون موقع بعد از 30 تیر نظرشون تغییر کرده بود، اما نتونستن تأثیری بگذارن تو جریان حزب توده. مرحله بعدی تندروهای اسلامی هم که روبروی دکتر مصدق ایستادن از ابتدا، و اینم باز روشنه، بیانیه هایی که میدادن، موضع گیری هایی که داشتن و بعد ترورهایی که انجام دادن. ولی این در یک مقطعی بخشی از بدنه ی حامیان دکتر مصدق، چه ما بگیم یارانش خیانت کردن، نمیدانم هر کدام بنابه دلیل، ولی بخشی از بدنه طرفداران دکتر مصدق ریزش کرد. آیت الله کاشانی که بخشی از جریان مردمی رو رهبری میکرد، پیشوایی میکرد، از دکتر مصدق جدا شد. تو این مقطع آمریکا هم درنگ کرد و وارد جریان این داستان کودتا شد. در چه من خواستم این نکترم آی دکتر حتما پاسخ بدن که این کودتای انگلیسیه در درجه اول. این روایت آمریکایی به ویژه بعد از انقلاب 57 خیلی پررنگ شده، و بعد پیوستن آمریکا به این کودتا همزمان با وقتی بوده که آیت الله کاشانی هم پیوسته موضع‌گیری کرده و اومده این سو. بخشی از بدنه طرفداران دکتر مصدق نقطه مقابلش هستند، و به ویژه دربار هم خب طبیعتاً به عنوان یک نهادی که یک نهاد بالادستی هستش، طبیعتاً باید ببینه که خب الان سبک سنگین میکنه، ببینه نکنین چون ما تحریم اقتصادی رو تا یه مقطعی مردم میتونن تحمل کنن، ولی این باید یه دوره محدود باشه، این رو دیگه نمیشه تا ابد ادامه داد. و این به نظر نکته‌ایه که همین صحبتی که گفتی، میشه در مورد 28 مرداد اینطور اندیشید که کودتا بوده، من هم موافقم، ولی جنبه های مفید بودنش رو هم در نظر بگیریم، و به نظر من این موضوع پررنگ تره. در خدمت آقای دکتر هستیم، ببخشید من پرحرفی کردم، پایان. با درود به حاضرین در این جلسه و درود به همه هموطنان عزیزی که صدای من رو از هر رسانه‌ای میشنون، باید خدمتتون عرض کنم که کار من با سخنانی که دوتا دوستمون کردن یه خورده مشکل شد. من تصور میکردم که بحث فقط بر سر حکومت ملی دکتر مصدق، اون 28 ماه و کودتایی که با اون دوره نقطه پایان گذاشت هست. بعد دیدم مسائل دیگری مطرح شد، از جمله مثلا سقوط رضا شاه مطرح شد که
اونم یه سقوط بود. چرا درباره اون ما چیزی نمیگیم؟ درباره کودتای 28 مرداد و سقوط مصدق خیلی داد و فریاد میکنیم. یا اینکه مثلا سرلشکر زاهدی یه شخصیت ملی معرفی شد و یکی از دلایلش هم این که عضو کابینه مصدق بوده اون اول کار و چیزهایی از این قبیل. اینه که اینا همش باید پاسخ داده بشه. دوستان ما مسلمان وطن خواه هستن و میهن دوست هستن و ملت دوست هستن و این اطلاعاتی که دارن نتیجه یک بمباردمان تبلیغاتی علیه نیروهای ملی و رهبرشون دکتر مصدق هست. این بمباردمان در کتاب، در نشریه، در رسانه ها، همه جا هست و بنابراین یه مقدار حرفای از زاویه دیگر رو هم باید بشنون و بعد قضاوت کنه. بنابراین من باید یه خود دورتر برم، به زمانداری دکتر مصدق و کودتا نپردازم. اول من از اینجا شروع میکنم که اروپا بعد از فروپاشی امپراتوری روم در قرن پنجم رفت توی دوران قرون وسطا که این قرون وسطا از 10 تا 13 قرن طول کشید، چون 2-3 قرن طول کشید تا به تدریج برطرف شد. قرون وسطا زمانی بود که تمام اروپا تحت سیطره دیکتاتوری های وابسته به کلیسا یا مستقیم به وسیله کلیسا اداره می شد و استبداد و دیکتاتوری حاکم بود، قانونی وجود نداشت، اثری از دموکراسی دیده نمی شد. به همین دلیل برجا می زد و جوامع اروپایی خیلی عقب مونده تر از جوامع شرقی بودن. دیگه از وایکینگ ها و بربر ها و فلان اینا شما میتونید به این در تاریخ مطالعه بکنید، توزی هایی که انجام میدادن تا کشتار هایی که میکردن. موقعی اروپا به جاده ترقی استبداد قرون وسطا نجات داد، یه دموکراسی پیش اومد، یکی یکی کشورهای اروپایی یا شهرهای بزرگ و مناطق بزرگ اروپایی قانون اساسی پیدا کردن، پارلمان پیدا کردن، حزب پیدا کردن، مطبوعات پیدا کردن و با به دست آوردن این ارکان آزادی حاکمیت ملی پیدا کردن. به دنبال آزادی و حاکمیت ملی و با داشتن استقلال و زیر سیطره کلیسا و قدرت‌های همسایه و غیر ذالک هم نبودن، برای خودشون به اصطلاح تصمیم گرفتن آزادی افت ترقی و پیشرفت. پیشرفت مدیون آزادی و استقلال هست، آزادی و استقلال هست که مادر توسعه و پیشرفت و اعتلاء هست. خب ما در این منطقه خاورمیانه اولین کشوری بودیم که متوجه اروپا نیست شد، توسعه سیاسی و اقتصادی اونها رو ملاحظه کردیم و در کشورمون اومدیم انقلاب مشروطیت رو انجام دادیم. انقلاب مشروطیت حاکی از اتحاد ایرانی در حقیقت افکار بلند ایرانیانی که میرفتن و چه به عنوان تحصیل آب رو در ایران اصطلاح
تشکیل بدن، درست بکنن و ما مشروطیه رو برای به دست آوردن آزادی و استقلال انجام دادیم. متاسفانه با شکست روبرو شدیم. از همون ابتداش استبداد صغیر محمد علی شاهی، بعد پسرش نشوندن، اونم یه فردی که دنبال مال بود و دنبال ذخیره کردن گندم و گرونتر فروختن و دنبال اینی که بره با وسوق دوله بشینه تو زرگنده بکنه و دنبال این مسائل. بعدش کودتای 1299. خب من در اینجا باید یه خورده توضیح بدم که انجام شد و چجوری انجام شد که حالا دوستان شاه عنوان یه فصبت بوده اینجا تلقی کردن و گفتن چرا راجب سقوط اون ما تو سر کله هم نمیزنیم. آخر رضا خان کسی بود که کاندیدا شد کودتا رو انجام بده برای اینکه قرارداد وثوق دوله موفق نشد. یه سال پیشش قرارداد وثوق دوله 1919 مبتکرش کرزن بود، کرزن انگلیسی که 7 سال نایب السلطنه انگلیس در هندوستان بود و حالا ترقی کرده بود، اومده بود شده بود وزیر خارجه انگلیس. کرزن تدارک دید که در ایران یک دولت مستعمره کامل ایجاد بکنه با قرارداد وثوق دوله، با 400 هزار تومن رشوه‌ای که به وثوق دوله داد که خودش برداشت و بین 2-3 تن دیگه همراهانش تقسیم کرد. به موجب اون قرارداد تمام ادارات و تأسیسات ایران باید زیر نظر مستشاران انگلیسی قرار می گرفت. یعنی یه نفر انگلیسی باید دارایی ما رو اداره می کرد، یه نفر انگلیسی باید وزیر جنگمون بود، یه نفر انگلیسی باید گمرکاتمون رو اداره می کرد، باید مؤسسات آموزشی اون، همه چی در اختیار انگلیس. کرزن این برنامه رو ریخته بود برای اینکه هند رو که در اختیار داشتن راه به هند رو کاملا هموار کرده باشه و ایران هم جز مستعمرات بریتانیای کبیر بشه. خب ملیون ایران مخالفت کردن، بعضی دولت‌های خارجی هم مخالفت کردن، فرانسه مخالفت کرد، آمریکا مخالفت کرد، قرارداد نتونست اجرا بشه، اصلا مسکوت موند. بعد انگلیس ها آمدن به جای اون قرارداد کودتای 1299 رو انجام دادن برای اینکه تمام اون اهداف رو به یه شکل دیگه اجرا بکنن و به اون شکلی که رضا شاه اومد اجرا کرد، همون اهداف به اصطلاح قرارداد وثوق دوله رو. اتفاقا کاندیدای اونها برای انجام کودتای 1299 اول همون زاهدی بود که ازش اسپردی، سعی شد که تطهیر بشه، ملی نشون داده بشه. بهادر دیوان همین زاهدی بود، کاندیدای اولشون بود. کاندیدای دوم امیر احمدی بود، سپهباد بعدی امیر احمدی. کاندیدای سوم رضا خان بود که به توصیه اردشیرجی مقام برجسته MI6 روی اون زوم کردن و اون انتخاب کردن، با توجه به اینکه مثلا شخصیت قلدری بود و جزء سپاه قزاق بود و میتونست بهتر برنامه اونا رو پیاده بکنه. حالا اون شخص اومده و ما میگیم چرا وقتی شهریور 20 سقوط کرد ما مثل مصدق که از سقوطش ناراحتیم و دولت ملی رو با کودتای 28 مرداد ساقط شده نمیتونیم فراموش بکنیم، چرا از سقوط رضا خان که همه ملت ایران خوشحال شدن، تصنیف میخوندن تو خیابون، تصنیف میخوندن رضا کچله بروخته ایران رو، نمیدونم به روس فروخته، ایران رو به انگلیس فروخته. خب این موضع ملت ایران بود، زیر بار دیکتاتوری اون له شده بودن، چند صد نفر تو زندان ها با آمپول هوا کشته شدن،
آیا از این استبداد دیکتاتوری ما میتونیم اعتلا و توسعه و پیشرفت به دست بیاریم؟ به هیچ وجه اینطوری نیست. مادر توسعه آزادی و استقلاله. آزادی و استقلال. خب من این حاشیه رو مجبور شدم بگم برای اینکه اون اسمایی که بردین مشخص بشه چه کسانی بودن. همون زاهدی بعدن در 28 مرداد ازش استفاده شد به اصطلاح سرتیم کودتا و فرمانده کودتا از نظر ایرانی ها، فرمانده کودتا کرمیت روزولت بود. خب برمیگردم به یه گذری میزنم به نهضت ملی و میام روی کودتا متمرکز میشم. بعد از سقوط رضا شاه در شهریور 20 یه فضای نیمه بازی در کشور پیدا شد. از این فضای نیمه باز شخصیت ملی که از دیکتاتوری جون به در برده بود، خیلی ها تو زمان دیکتاتوری از بین رفته و اونم شانسی جون به در برده بود چون دستور قتل اونم داده بودن در زندان بیرجند، پیدا کرد که حالا طول کلام میشه که من داستانشو بخوام بگم چه شکلی شد که نجات پیدا کرد. اون شخصیت دکتر مصدق بود که بعد از شهریور 20 از تبعید آمد تهران با توجه به مخالفتی که در مجلس پنجم با سلطنت رضاخان کرده بود، شخصیت شناخته شده بود و مردم تهران به عنوان نماینده اول او را انتخاب کرده. کسی که از جوانیش در انقلاب آزادی خواهانه مشروطیت شرکت داشت، شرکت فعال داشت. زمان انقلاب مشروطیت 24 سالش بود و در انقلاب فعال بود. اومد به عنوان نماینده اول تهران در مجلس 14 قرار گرفت. با سخنرانی هایی که کرد، با همون روز اول که با اعتبارنامه سدیای طباطبایی بازوی سیاسی اون کودتای 1299 مخالفت کرد، با مواضعی که گرفت به عنوان یه رهبر ملی بلا منازع در صحنه سیاسی ایران ظاهر شد. حالا به من و تو و ارزیابی که میکنه کی خائن‌تر بوده اینا شما نگاه نکنین جوانان عزیز من. مصدق شخصیت ملی بود که 70 و چند سال در صحنه سیاسی ایران با پاک دستی و پاک دامنی برای اعتلاء ایران کوشید و پشت به اشرافیت خانوادگیش کرد و کوچکترین خدشه ای ما در زندگی سیاسی او و در پاک دستیش نمیتونیم پیدا بکنیم و دشمنانش نتونستن پیدا بکنن. در حال دکتر مصدق، من با خلاصه کنم چون وقتم که بی نهایت نیست، دکتر مصدق در مجلس 15 کسی که نماینده اول تهران بود راه داده نشد. به وسیله کی راه داده نشد؟ به وسیله همون عکسی که اون آقا پشت سرش گشته، آقای قوام سلطنه. آقای قوام سلطنه انتخابات قلابی مجلس 15 کرد و از ورود دکتر مصدق به مجلس 15 جلوگیری کرد، ولی اونجا یه اقلیتی تشکیل شد که رهبرشون مصدق بود. در انتخابات مجلس 16 باز هم میخواستن از ورودش به مجلس جلوگیری کنن، باز هم انتخابات رو سرهمبندی کرده بودن. اومد اول آبان جبهه ملی ایران رو تشکیل داد به کمک نیروهای ملی و روزنامه نگاران ملی، سازمانی رو درست کرد که به صحنه اومدن قوی. میتینگ ها در میدان بهارستان، تظاهرات، مقاله ها تو اون روزنامه باختر امروز، تو روزنامه جبهه آزادی، تو روزنامه شاهد، و جنبشی را ایجاد کردن که دستگاه حاکمه عقب نشینی کرد، انتخابات تهران رو باطل کرد و بعد از ابطال انتخابات تهران، انتخابات مجدد که برگزار شد، 8 از این جبهه ملی تو مجلس 16 ورود کردن. همین 8
که فراکسیون جبهه ملی رو تو مجلس 16 هم تشکیل میدادن قانون ملی شدن نفت رو به تصویب اون مجلس رسوندن، مجلسی که اکثریتش هم همدلی با ملی شدن نداشت ولی رو فشار افکار عمومی مجبور شدن که تایید بکنن و جرأت نکردن که رأی منفی بدن و قانون تصویب شد. بعد از تصویب قانون 7 اردیبهشت سال 1330 روز آخر اسفند 29 قانون تصویب شد. 7 اردیبهشت تو مجلس پیشنهاد کردن که آقای دکتر مصدق حالا که قانونی که میگفتی تصویب شده خودت بیاد اجراش کن. همین پیشنهادم ترفند بود به وسیله جمال امامی، فرد وابسته به دربار، فردی که شناخته شده وابسته به سیاست انگلیس بود. این پیشنهاد کرد به هوای اینکه دکتر مصدق 4 بار نخست وزیری رو قبلا رد کرده، حالا هم رد میکنه و بعد سید ضیا که تو دربار نشسته منتظره بعد از رد کردنش معرفی میشه به مجلس و میشه نخست وزیر و ملی شدن نفت رو دور میزنه و از حیز انتفاع میندازه. ولی دکتر مصدق دست اونا رو خوند و تا این پیشنهاد شد ایستاد و گفت چشم قبول میکنم، اجرای قانون ملی شدن رو به عهده میگیرم و دولتش رو در 10 اردیبهشت سال 30 تشکیل داد. دکتر مصدق با زیرکی، با هوشیاری، با نبوغی که داشت کابینه اولش یه دست از نیروهای ملی انتخاب نکرد، اون زاهدی هم گذاشت توش برای اینکه باعث وحشت هیئت حاکمه، دربار و اربابانشون نشه. این بود دلیل انتخاب زاهدی، نه اینکه به زاهدی اعتقادی داشت، نه اینکه زاهدی رو ملی میدونست. اصلا از دوستان خودش کمتر تو کابینه برد و دوستان خودش رو گذاشت که نهضت رو در سطح جامعه پیش ببرن و در مجلس پیش ببرن. بله، زاهدی 3 ماه تو اون کابینه بود، بعد یه بساطی درست کرد 23 تیر که اون رئیس شهربانی که گماشته بود به نام سرتیپ بقایی مردم تو خیابون به رگبار بست که دولت ملی رو متهم بکنه به آدم کشی. اونجا بود که دکتر مصدق هم اون رئیس شهربانی رو برکنار کرد، هم وزیرش و وزیر کشور رو برکنار کرد با قاطعیت. زاهدی رو انداخت بیرون، زاهدی رو بیرون کرد از کابینه. دکتر مصدق با اینکه سن و سالی ازش گذشته بود و از نظر مجازی هم سلامت کامل نداشت، ولی مثل شیر قرآن با قدرت حکومت ملی رو ادامه داد و تا روز آخر، تا روز 28 مرداد حاضر نبود که اتاقش رو که تیرباران میشد و گلوله باران میشد ترک بکنه. با اصرار دوستانش اون اتاق رو ترک کرد، اومد رفت توی خونه همسایه و میگفت من میخوام همینجا کشته بشم. این دکتر مصدق. به هر حال بعد از شروع دولتش در 29 خرداد که تقریبا 2 ماه از شروع دولتش میگذشت قانون ملی شدن نفت رو اجرا کرد، خلعیت به عمل آورد و کمپانی انگلیسی رو دستش رو کوتاه کرد. اشتباه نکنید که مصدق فقط میخواست درآمد نفت رو کسب بکنه برای ایران، این اشتباه است. دکتر مصدق نفت و ملی کرد که استقلال برای ایران بیاره، استقلال برای اینکه اون شرکت نفت انگلیس و ایران یه دولت اصلی بود در کشور ما، دولت پنهانی بود که این دولت‌های ظاهری رو اداره می‌کرد. اسنادش به دست اومد، اسناد خانه صدام که 17 چمدون از خونه اون رئیس تبلیغات شرکت نفت آوردن بیرون ترجمه کردن، دیدن که شرکت نفت توصیه به نخست وزیری افراد کرده به شاه
لیست کابینه تعیین کرده، لیست نمایندگان مجلس تعیین کرده، دیدن که مقالات شرکت نفت به زبان انگلیسی از لندن آورده اینجا، ترجمه کردن به فارسی دادن تو روزنامه ها چاپ شده. این شرکت نفت بود. استقلال ما رو مثل موریانه ساختمان استقلال ما رو خورده بود. و دکتر مصدق ضمن استیفای حقوق مادی ملت ایران برای کسب استقلال نفت رو ملی کرد، نفت رو ملی کرد. به دنبالش شکایت به سازمان ملل متحد، به دیوان داوری لاهه، با موفقیت این شکایت ها رو پاسخ داد و با سرافرازی برگشت. تیر سال 31 وقتی که از سوی دشمن خارجی خیالش راحت شد و اونا رو شکست داد، متوجه شد که عوامل داخلی اونها مشغول توطئه‌اند. به همین خاطر در کابینه جدیدی که معرفی کرد بعد از بازگشت از دیوان لاهه، گفت من وزارت جنگ رو به موجب قانون اساسی خودم باید عهده‌دار بشم و یا من باید تعیین بکنم. برای اینکه شاه با داشتن حق انتصاب وزارت جنگ ارتش رو تو مشتش داشت و از این نیرو بر علیه نهضت ملی و بر علیه آزادی استقلال استفاده میکرد که بالاخره هم کرد. ولی دکتر مصدق اونجا ایستادگی کرد و وقتی شاه قبول نکرد استعفا داد. استعفا داد قیام ملی 30 تیر. روز 5 روز اون آقا که عکسش اونجا هست 5 روز نخست وزیر بود. با اون اعلامیه شدید و غلیظی که داد که کشتیبان را سیاست دیگر آمد. وای به حال کسانی که در کار من اخلال کنند. چوبه های دار برپا میکنم. نمیدونم به حکم خشک قانون چه میکنم. تهدید کرد مردم که همون اعلامیه تهدیدآمیز بیشتر مردم رو به حمایت از مصدق کشید و قیام 30 تیر رقم خورد. مصدق برگشت باز، ولی توطئه ها ادامه پیدا کرد. 9 اسفند شاه اظهار کرد که میخواد کشور رو ترک کنه، برای معالجه میخواد ترک کنه. ظاهرن و وقتی دکتر مصدق رفت برای مراسم خداحافظی، وقتی برای مراسم خدا به مرمر رفت، عده‌ای از اراذل اوباش دار دسته شعبان جعفری و طیب و یه سری علمای درباری مثل آیت الله کاشانی و آیت الله بهبهانی و یه سری آخوندهای اون شکلی جمع شدن به دور کاخ مرمر و منتظر که مصدق بیاد بیرون و تناب حلق‌آویز کردنشون هم دکتر مصدق تو دادگاه گفت که من به دست آوردم. تنابم آماده کرده بودن که همونجا به درخت آویزونش بکنن. باز اونجا هم با یه تصادف با یاری یکی از رانندگان دربار به نام امیر صادقی، به طور تصادفی باز نجات پیدا کرد. یعنی اون امیر صادقی میدونست که این عده جمع شدن برای قتل دکتر مصدق و خودش نزدیک کرد به مصدق و گفت که یه در کوچیکی اینجا هست که همیشه بسته است، ازش استفاده نمیشه، بیان من از این در شما رو بفرستم بیرون. و از اون در به کوچه فرعی فرستاد و دکتر مصدق در اون حادثه 9 اسفند نجات پیدا کرد. آی دکتر زمان رو هم در نظر داشته باشید، سپاس. چقدر دیگه من وقت دارم؟ بشه جنبندی بکنید عالیه که بعدم تو زمانشو بگین من چقدر وقت دارم همونقدر صحبت کنم. 5 دقیقه خیلی کمه، ولی خب از 9 اسفند تا خودمون برسونم به 28 مرداد خیلی کم. به هر حال دکتر مصدق اومد از قائله 9 اسفند بیرون و توطئه های بعدی شروع شد. رئیس شهربانی مقتدرش سرتیب افشارتوس رو که با وجود اون
ممکن نبود کودتا انجام بشه، او را از سر راه برداشتن، او را با حیله و نیرنگ قریب دادن به خانه دعوت کردن برای میونجیگری مثلا، و بعد اونجا سرش ریختن و آمپول بیهوشی بهش زدن و بردن در غار تلو در لشکرک به قصر رسوندن. زمان استالین دیکتاتور شوروی در 15 اسفند 31 درگذشت و با درگذشت اون یه جنگ قدرت در هیئت حاکمه شوروی شروع شد و شوروی مشغول شد به کارهای داخلی خودش و به اصطلاح مسائلی که اونها را از مسائل بین المللی و سیاست خارجی مقدار دور میکرد. و همین موقع بود که انگلیس و آمریکا برنامه کودتای 28 مرداد رو طراحی کردن و موقع رو خوب تشخیص دادن که هیچ مزاحمتی در سر راهشون نیست. اول افشارتوس رو از سر راه برداشتن، بعد دوستی سوال کرد که کودتا آمریکایی یا انگلیسی، یا انگلیسی آمریکایی. بنده باید بگم که 90% انگلیسی است. طراح کودتا، کسی که برنامه کودتا رو ریخت، مقام برجسته MI6 سرهنگ بود، هاوس بود. از طرف چرچیل نخست وزیر انگلیس مأمور طرح کودتا شد، کودتا رو طراحی کرد. هنوز آیزنهاور رئیس جمهور نشده بود، برد برای دولت ترومن. تورمن و وزیر خارجش آچسون قبول نکردن، همکاری نکردن با انگلیسا. اینا که میگم اسنادش منتشر شده تو اسناد محرمانه 30 ساله وزارت خارجه انگلیس، وزارت خارجه آمریکا. جستجو بفرمایید همه‌اش رو میبینیم. تورمن گفت من در دو حالت با شما همکاری میکنم در براندازی مصدق. یکی این که شوروی بخواد تجاوز نظامی به ایران بکنه، دوم اینکه حزب توده‌ای که دستشانده شوروی است بخواد تحرکی انجام بده که به اصطلاح قدرت رو در اختیار بگیره. در اون صورت من با شما همکاری میکنم، در غیر این صورت من در براندازی دولت ملی مداخله نمیکنم. بنابراین اون تر مسکوت موند. یکی دو ماه بعدش آیزنهاور شد رئیس جمهور، انتخابات آمریکا رو برد، شد رئیس جمهور، مجدداً تر به آمریکا برده شد. آلن دالس رئیس CIA بود و برادرش جان فاستر دالس وزیر خارجه بود. با سرهنگ بود هاست بررسی کردن تر و اونا تصفیب کردن. به تایید آیزنهاور رسید و دستور عملیات صادر شد. اون کسانی که میگن کودتا بود یا نبود، واقعا از قباحت بوی بردن اصلا؟ اینها اسنادی است که فاش شده، اینها خاطراتی است که همون همه دست‌اندرکاران اون کودتا نوشتن، کتاب دربارش نوشتن. همون وودهاوس کتاب نوشته، کرمیت روزولت کتاب نوشته، وزیر خارجه آمریکا همین چند سال پیش اومده عذرخواهی کرده از بابت اون کودتا. باز اون وقت یادیم شک میکنن که کودتا بوده یا نه، ما بگیم اسمش کودتاست یا نگیم. اینا واقعا حیرت انگیزه. وقتی که آیزنهاور دستور داد، اولین گام این بود که ژنرال شوارتزکوف پدر مأمور شد، چون سابقه کار در ایران داشت، در ژاندارمری ایران کار کرده بود، ایران رو میشناخت. مأمور شد که به اروپا بره، اشرف پهلوی خواهر شاه رو که در تبعید بود اخراج شده بود از ایران، باش ملاقات بکنه و طرح کودتا رو به طور دقیق به اطلاع او برسونه و او به ایران بیاد با گذرنامه جعلی، با گذرنامه به نام شفیق به جای پهلوی وارد ایران بشه و به شاه تمام مسائل رو بگه که چه برنامه هایی هست. آی دکتر وقت رو لطفا دیگه. بله، برنامه کودتا 3 مرحله داشت. مرحله اولش شکست خورد، 25
مرداد، مرحله دومش موفق شد 28 مرداد، مرحله سومش نیازی نشد، ولی در اسناد اومده که مرحله سومش هم چی بود؟ در اسناد اومده که معاون وزیر خارجه آقای والتر اسمیت گزارش میده به آیزنهاور که اگر 28 مرداد هم شکست بخوره ما گام بعدیمون چی هستش. حالا دوستان بعضیا تردید کنن که در این که کودتا بوده یا نه، به نفع بوده یا نبوده، اونا که نمیدونم. حالا اگر فرصت باشه من توضیحات بیشتری میدم. من سخنمو همینجا خاتمه. اولین که متشکر دوستان عزیز که این صداشون رو قطع کردن و همچنین فعلا سوالی و نظری رو نمیدن و میذارن واسه آخر برنامه. آیه بازرگان میتونی یه کوتاه صحبت کنی در مورد موضوع؟ آیه دکتر نوید بازرگان رفتن نیستش تو؟ خب پس برگردیم سراغ آقای تدیونی، اگه یه جنبندی میخواد بکنه ارائه بده و یه در 3 دقیقه در حد اکثر اگه صحبتی هست. درود و ارادت. من به ویژه سلام عرض میکنم جناب مستریان عزیز، استفاده کردیم، باعث افتخار بود که امروز در خدمت شما باشم. اگر که بخوام من فقط جنبندی بکنم که خب من جنبندی خاصی که الان نمیتونم ارائه بدم، فقط درباره اون چیزی که من گفته بودم والا شهرین جان به بخش خودش میپردازه، چون به هر حال بخش اول فرمایشات جناب موسویان اشاره ای داشت به عرایض بنده. من منظورم رو فکر میکنم، نمیدونم، منظورم اصلا اون چیز نبود که جناب موسویان توضیح دادن، شاید هم بود، نمیدونم، ولی دست کم یک هی سعی میکنم نگم این واژه رو، ولی منظور بنده تحریف شد توی کلام استاد عزیزمون و مثلا گفتن که از رضاخان تعریف و تمجید شده اینجا. من نمیدونم، من اصلا تعبیری که با کار بردم هیچ بویی از تعریف و تمجید نمیدونم. من گفتم که ما اصلا فارغ از این که چه تاکید کردم، ما اصلا فارغ از این که چه نگاهی به رضا شاه داشته باشیم، یک سرنگونی صورت گرفته و اون هم نه با طرح و نقشه یک نفر یا یک MI6 یا سیا یا کوکه، بلکه با اشغال نظامی، با تهدید شکل بسیار واضحی. و پرسشی کردم درباره این نگاه سیاست زده ما مسائل تاریخی، گفتم که چطور ما اونجا انقدر حساسیم و هرگز نمیبخشیم، ولی اینجا یه نگاه دادیم که البته پاسخ دادن و رضا شاه رو هم به طور کامل منتسب کردن. من اصلا به طور کلی موضعم موضع دفاع یا رد نیست. من خودم از جمله اشخاصی هستم که معتقدم اصلا تغییر سلطنت نیازی نبود، یعنی اگه بخوام نظر شخصیمو بگم هیچ لزومی نداشت که رضا شاه به پادشاهی برسه. اگه خدمتی کرد، که البته خدمت کرده، اونها رو میتونست کامل در همون مقام رئیس وزرای انجام بده و تمام راه خطر کامل روش باز بود. اما خب استاد عزیزم جناب موسویان بعد نظر بگن که ما نگاه نگرشیشون واقعا ندیم، نه این نگاه ایشون به توسعه رو نه من میپذیرم، نه فکر میکنم که سرنوشت خوبی برای ما رقم زده، نه تعریفی که از مسائل تاریخی ارائه میدم برای من، حالا اگه ما رو جوان خطاب میکنه، برای ما جوان ها قابل پذیرشه. و من به طور کلی فکر میکنم که اگر که این نگاهی که این بزرگوار که بسیار بسیار برای بنده محترم و عزیزن میخوان که این نگاهی که ایشون دارن نفوذ بکنه، پذیرفته بشه، فکر میکنم به این شکل توانای اقناع نسل ما رو نداره و این به مرور زمان رفته رفته هم موضع ایشون فراموش میشه، هم بیش از پیش موضع مورد نه قرار میگیره. یک حرفی من جمله آخرم گفتن که پای حرف رسانه ها و این و اون قرار نگیر. اتفاقا منبع من برای شناخت تاریخی نه رسانه است
نه حجمه های تبلیغاتی نه پروپاگانده این یا اون، من یک شناختی رو پیشتر دارم و با اون شناخت و آگاهی خودم به سراغ تاریخ میرم. برای من ملی شدن صنعت نفت اصلا یک چیز خیلی در واقع اسطوره‌ای چیز خاصی نیست، اصلا به نظر من اصلا طرفدار اقتصاد لیبرالم و ملی شدن رو آفت میدونم. اصلا ما ما یک نگاه دیگه داریم، اصلا ما نگاه ما به توسعه این شما بفهمایی نیست، اصلا اینطور نیستش که اول آزادی بدن توسعه است. اون کسایی که رضا شاه رو حمایت کردن بالا آوردن اتفاقا سیاستمداران افرادی بودن که سالها مشروطه تجربه کرده بودن. آقا شما، من بهترین مثالی که میتونم بزنم بهاره. بهار ما دموکرات‌تر از بهار نداشتیم. حالا این بود که تو همه مراحل مشروطه پای کار بود، دموکرات واقعی بود، اما همون بهار پس از 20 سال تجربه در دروزشات بری کتاب احزابش رو بخون، در تون بگه آقا ما بعد از 20 سال به این نتیجه رسیدیم که مشروطه به این شکل جواب نمیده و ما باید به دنبال اقتدار بگردیم، ولی ما به اقتدار مرکزی ما در واقع منظورش اینه که ما خیلی رمانتیکی فکر میکردیم. و من تصور میکنم که این که همه چی رو بخوام دقیقا برگشتیم به همون چیز. من فکر میکنم این اتفاقا تضادی که بین عرایز بنده به عنوان حالا شاگرد و استاد عزیز اون مطرح شد، این تضاد خیلی خوب شد چون قشنگ مشخص شد که اختلاف کجاست. تو یک دوره بود که ما آزادی به دست آورده بودیم، ولی اینطور نیستش که رمانتیک فکر بکنیم آزادی محقق شد حالا بریم توسعه، الزاما اینطوری نیست. ما یک مفهومی داریم به اسم دیکتاتوری توسعه بخش، یعنی معنی تو حاکمیت توسعه و توسعه با بر اساس یک حاکمیت اقتدارگراست. حاکمیت اقتدارگرا بعد سرکوب مطبوعات، بعد تهدید آزادی، بعد من خودم یادم کاملا لیبرالم که همه اینا برام ارزش و اصلا هدفه. اما مسئله اینه که واقع بینی سیاسی یک چیزه و موندن در انگاره های چیز دیگه است. الزاماً راه توسعه یک راه نیست و اصلا یه موقع جواب نمیده، یه موقع پاسخ نمیده. و اینطور نیستش که همه آدمایی که توی مثلا همه آدمایی که تو سال 1300 داشتن زور رضا شاه رو میدیدن، همه اونا متوجه نمیشدن، همه اینا متوجه این مسائل نمیشدن. من میخوام یه موقع دریافت ها ممکنه متعدد متکثر باشه، اینکه ما یک دریافت بپذیریم و همه دریافت‌های دیگر رو منتسب بکنیم به رسانه، به تبلیغات، به مهر بودن افراد، به نظرم ما دست کم ما رو نمیتونه اقناع بکنه، حتی اگر ما کوتاه‌اندیش باشیم. مثلا ما کوتاه‌اندیش برای اقناع کردن ما باید طرح دیگه‌ای در اندازید. و در نهایت من یک کورسش هم کردم در بود زاهدی، همون بحث تبعیدش و اینها، و بعد شما فقط بحث بودنش در دولت و دلیل بودنش اشاره کرده که فقط برای این بود که دل جناب مقابل رو به دست بیاره. اما پرسیدم این همگه هم آدمی نیستش که انگلستان از ایران تبعیدش کرد و چه شد که بعد اینطوری شد؟ اون رو هم حالا اگه که فرصت کردید تمایل داشتید تا بگید ممنونم. من دیگه این حرف آخرم. سپاس بسیار. حالا من 3 دقیقه دکتر وکیلی رو میذارم آخر سر چون میدونم جنبندی بکنه. من یکی از این پرسش‌هایی که مطرح شده بود رو با آقای موسویان تر می‌کنم، دیگه آقای موسویان هم کوتاه در 3 دقیقه‌ای پاسخ بدن. آنچه ما می‌بینیم واکنش دکتر مصدق در 28 مرداد واکنشی نیست که می‌خواسته روبروی کودتا بایسته، یعنی از مهمترین ابزارش این که بره از طریق رادیو فراخوان بده و مردم بیان به صحنه استفاده نمی‌کنه. این به نظر نمیتونه این تایید کننده این نظر باشه که دکتر مصدق تمام برگ‌هایی رو که باید روبروی انگلستان بازی میکرده این برگ‌ها رو بازی کرده، اقدامش رو انجام داده و در آخرین مرحله باعث شده خود انگلستان بیاد روی صحنه و کودتا کنه در برابر، یعنی در کودتا نقش داشته باشه و اون وضعیتی رو که قبلش به صورت مستقیم پشت مجلس ایستاده بود رو از دست بده و دیگه علنم بشه. و تا یه حدودی ما میبینیم که ما به موفقیت رسیدیم در جنبش ملی شدن صنعت نفت. اگه قصدمون کنار گذاشتن انگلستان از صنعت نفت بود، چرا که قبلش بحثی بعضی ها میگه آقا میشد درصدها رو ببریم بالا، اینا که خب دکتر مصدق میگه آقا کار ما نمیدونم مثلا یک بقالی نیست بخوایم چانه بزنیم و غیره، کما اینکه درست بود. چرا اینکه تمام حساب کتاب در دست انگلیسی ها بود و اگر درصدی هم بالا میرفت باز حساب کتاب اونا میکردن و ما چیزی در دستمون نبود.
ولی بعدش کنسرسیوم که شکل گرفت، یعنی ناگزیر شد آمریکا رو هم مداخله بکنه تو این داستان و بعد کنسرسیوم ها دیگه کم کم اون قدرت رو از دست داد و به نظر میرسه ملی شدن یک فرایند بود که البته نقش اصلی رو دکتر مصدق داشت، ولی این ادامه پیدا کرد و ضربه آخر رو سال 52 دیگه با لغو کردن قرارداد کنسرسیوم توسط خود شاه ما به نتیجه رسیدیم. پس این دوتا موضوع، یکی اینکه واکنش خود دکتر مصدق در مورد 28 مرداد و اینکه آیا ما به موفقیت در جنبش ملی شدن صنعت نفت رسیدیم یا خیر، که به نظر من مثبته، یعنی برعکس چیزایی که دوستان میگن. حالا در خدمت شما هستم آقای دکتر. صدا رو باز نکنید. بله باز شد. دکتر مصدق تا آخرین لحظه در مقابل تشبثات انگلیس و آمریکا دوران داخلیش ایستادگی کرد. همون مجلسی که الان اسم ازش بردین، مجلس 17 هم در صدد بود که استیضاح کنه دکتر مصدق و با دادن رأی عدم اعتماد دولت او رو ساقط بکنه و اون شاهکارش این بود که با رفراندومی که انجام داد اون مجلس رو از سر راه برداشت. بعضی مخالفینش میگن مجلس وقتی رفت شاه حق داشت او رو عزل کنه طبق قانون اساسی، ولی دکتر مصدق استاد حقوق بود، اولین دکتر حقوق ایران بود، میدونست چه شکلی عمل بکنه که همچین حربه ای رو دست حریف نده. بنابراین اون وقتی که رفراندوم و مرحله دومش در شهرستان ها 19 مرداد انجام داد، فرداش نامه نوشت به شاه، نامه نوشت به شاه که خیلی محترمانه که اعلی حضرت همونطوری که مسبوق هستین ملت در رأی گیری رأی دادن به انحلال مجلس، از شما درخواست میکنم که انحلال مجلس رو متعاقب رأی مردم اعلام بکنید و دستور انتخابات مجلس 18 رو صادر بکنید. بنابراین دوران فطرت نبود، دکتر مصدق جلوی فطرت رو گرفته بود، خواست که شاه دستور بده که منحل بشه و بعدم دستور انتخابات دوره 18 رو بده که شاه تو اون 3-4 روز به اون نامه جواب نداد. وقتی جواب نداد کودتای 25 مرداد اتفاق افتاد. شبش وزرای کابینه رو اونایی که دستشون میرسید رفتن توقیف کردن بردن سعدآباد. شبانه نمیدونم چه شکلی وقتی وزرا رو میان نیروهای نظامی دستگیر میکنن میبرن سعدآباد تو لشکر گارد، این اسمش کودتا نیست. کودتا چه شکلی باید باشه من نمیدونم. و بعدم سرهنگ نصیری با تانک و چند کامیون سرباز اومد به طرف خونه دکتر مصدق که با نخست وزیرم هم همین کار رو بکنه، که دکتر مصدق با آگاهی دستور خلع سلاح نصیری رو داد تو خونه، توی گاراژ خونه حبسش کرد. اون گارد محافظ خانه نخست وزیر او رو حبس کردن، سربازاش هم خلع سلاح کردن بردن به آقشا تحویل دادن و ساعت 6 صبح هم اعلامیه دولت منتشر شد که کودتا شکست خورده و کودتاچیان بازداشت شدن. و شاه به منظور اینی که در تهران نباشه کودتا میخواد انجام بشه رفته بود کلار دشت، از رادیو که اعلامیه دولت رو شنید با عجله با اتومبیل حرکت کرد به طرف رامسر و در رامسر هواپیمایی رو که رزرو نگه داشته بود سوار شد با ملکه ثریا و یه نفر همراه که اون خاتم بود شوهر خواهرش، پرواز کرد به طرف عراق و از اونجا به ایتالیا. این مرحله اول کودتا بود که شکست خورد. مرحله دومش در 28 مرداد همون نیروهای نظامی که لشکر گارد بودن 500-600 نفر افسران تصفیه شده از ارتش بودن که خودشون یه تیم بزرگی رو تشکیل میدادن که زاهدی در رأسشون بود و زاهدی در خونه بود که کرمیت روزولت رئیس سیا فرمانده عملیات براش گرفته بود تا
تو اون خونه منتظر بود که بقیه برن دنبالش بیارنش برای رادیو، برای به اصطلاح اشغال رادیو، و سوار تانکش کردن آوردن. حالا چه شکلی شخصیت ملی میشه که از توی آستین CIA در میاد و میره رادیو رو اشغال میکنه و اعلام میکنه به اون صورت، و حمله به خونه دکتر مصدق انجام میشه. در هر حال دکتر مصدق در راه توسعه و پیشرفت بدون فروش نفت اقدامات مهمی انجام داد. غیر از ملی کردن نفت، شیلات و ملی کرد، از دست شوروی ها داره بود. چند ثانیه تمومش میکنم، چند ثانیه. سازمان تأمین اجتماعی رو درست کرد، همین سازمانی که امروز جوابگوی کارگران هست و چندین میلیون نفر زیر پوشش نشستن. لوله کشی آب شهرها رو انجام داد، 5% درآمد شهرداری ها رو گفت باید اختصاص پیدا کنه به ساخت مدرسه. اقتصاد با بیلان مثبت بدون فروش نفت ارائه کرد. اون 28 ماهی که تنها 28 ماهیه که ما صادراتمون بر واردات میچربه. شما بگم یه عدد، موقعی که در 10 اردیبهشت 30 دولت رو تحویل گرفت، 5 میلیون تومان در خزانه دولت ایران پول موجود بود. روز 28 مرداد که کودتا شد، 80 میلیون در خزانه موجود بود بدون فروش نفت. این کاریست که در توسعه یک دولت ملی و مردمی و پاکدست میتونه انجام بده. اینطوری نیست که توسعه با دیکتاتوری و با وابستگی و با زیر بلیط اجنبی بودن بتونه پیدا بشه. اون توسعه، توسعه هم باشه ظاهریست و استوار نیست و دوامی نداره. ببخشید. سپاس بسیار از توضیحاتتون آقای دکتر، ممنون. من دوباره بگم آیه بازرگان اگر صحبتی با شما در خدمت هستیم. آیه جناب افتاری خیلی متشکرم، ببخشید من رفتم برای پاسخ گفتن به تلفن. عرض کنم که من نکته خاصی ندارم، فقط دوباره تشکر میکنم از اولا دوست عزیزم آقای دکتر وکیلی نازنین که لطف کردن و وسیله این فراهم کردن، و همچنین آقای افشاری. خیلی استفاده کردم هم از سخنان جناب آقای موسویان، از سخنان جناب آقای تدیون و دوست عزیزم شروین. من در مورد اون نکته که فقط یه نکته خیلی کوتاهی به ذهنم میرسه بگم که فرصت هم باشه برای احیانا پرسش و پاسخ دوستان. به نظر من نکته‌ای که راجع به توسعه آقای تدیون گفتن تا حدود زیادی آقای موسویان پاسخ دادن. اون کارنامه درخشان توسعه در دوران دکتر مصدق البته خیلی دوران محدودی است. این سوالی که می‌فرمایید درسته، توسعه الزاماً یک راه نیست، ولی حقیقتاً اینه که ما توسعه‌ای که دکتر مصدق در پیش گرفت و تدبیر سیاسی که او اتخاذ کرد در مدت بسیار کمی تجربه کردیم. خیلی زود راهش رو بریدن. بعداً چیزی که تجربه کردیم همون توسعه، روش توسعه و تدبیر سیاسی رضا شاه و محمد رضا شاه بود که نهایتاً به انقلاب منتهی شد و اکنون اینجاییم. یعنی خیلی راحت میشه سرانجام اون راه رو نگاه کرد و به رأی العین دیدش. ببینید من فکر میکنم که ما با دو جور استعمار ستیزی روبرو هستیم، و از قضا اون سوالی که جناب تدیان مطرح کردن که ما در سرنگونی مصدق آمریکا رو نمیتونیم ببخشیم، به نظر من توجه باید بکنیم به دو جور استعمار ستیزی همیشه هست. یک استعمار ستیزی منطقی معتدل هست با احترام به آزادی‌های مدنی و عرض کنم که آزادی‌های مطبوعات و تکثر جامعه، قبول تکثر جامعه است. موسویان گفتن یعنی استقلال به علاوه آزادی. یک استعمار ستیزی افراطی شعاری هم داریم که شما ببینید نمونه مجسمش همین استعمار ستیزی است که به هر حال شعاری و خالی از معناست، و ما تو همین دولت مردان جمهوری اسلامی داریم میبینه. اینا تو مجامع بین المللی میگن که دلیل عدم آشتی مردم با آمریکا کودتای 28 مرداده. اینو رسما میگن، در حالی که من اصلا نمیخوام داوری بکنم که اینا برحقن یا ناحقن، اصلا وارد این بحث نمیشم.
ولی شما نگاه بکنید که خود اینها همه میدونیم که عقبه کاشانی هستن، معلومه، و اینه که خودشون در حقیقت طرفدار اون کودتا هستن، ولی عملا دلیل قطع ارتباط با آمریکا رو کودتای 28 مرداد عنوان میکنن. دروغ میگن. یعنی این بله، این خب مسئله است که نشون میده که خب مخالف جدی ملیون و مصدقن، ولی اون وقت نتیجه این استعمار ستیزی این شده که فحاشی به آمریکا هست و عملا رفتن در دامن یک ابرقدرت دیگه است و در دامن اون نماز خوندن. من فکر میکنم که این دو جور استعمار ستیزی رو باید کاملا از هم تفکیک کرد. رابطه بین کشورها رابطه زناشویی نیست. ما میتونیم ببخشیم ولی فراموش نمیتونیم بکنیم، به تعبیری که الان مشهور شده. یعنی کاری رو که آمریکا در کودتا کرده، خب بله عذرخواهی میکنه و به طور طبیعی بایست که با آمریکا ارتباط برقرار کرد، برای اینکه منافع ملی ما این رو اقتضا میکنه. ولی به هر حال ما دستاوردهایی که از اون تجربه تلخ و دردناک داشتیم در حقیقت به هیچ وجه فراموش نمیکنیم. نکته آخرم که میخواستم بگم اینه که در مورد صحبت شروین جان، ببینید اون اتفاقا اون شاخصه هایی که شروین مطرح میکنه، یعنی هم قدرت و بقا و معنا و لذت، بررسی این چهار شاخصه خودش به نظرم موضوع مستقل یک صحبت مفصل خواهد بود، برای اینکه تک تک اینا رو میشه روش رفت و نگاه کرد. ولی به نظر من مثلا اگر شما بقا و معنا رو به تنهایی در نظر بگیرید، حقیقتا این کودتای 28 مرداد یه نگاهی به آثار اون دوره و بازتابی که تو ادبیات اون دوره داشته، شما میبینید که کاملا روحیه ملی رو خرد کرده. احساس کردن که اون کودک دوره طلایی که ده خدا ازش حرف میزد و اینا خیلی دور از دسترسه، و این تجربه موفقیت مردم رو در احراز آزادی کاملا مخدوش کرد. شاخصه معنا و شاید بقا خیلی صدمه زد کودتای 28 مرداد، ولی اینکه چجوری حالا شما قدرت رو میخواین ساماندهی کنید و راجعش بحث کنید، این موضوع جالبی خواهد بود که خب البته در حیطه سواد من نیست، ولی قطعا موضوع جالبی خواهد بود. به نظرم تک تک اینا رو میشه جدا بحث کرد. عذر میخوام، من گفتم که صحبت نمی کنم ولی فکر کنم خیلی حرف زدم. میبخشین آقای افشاری عزیز، در این مقوله‌ای که دوستمون صحبت فرمودن دو دقیقه من توضیح دارم و این دو دقیقه را اگه وقت باشه بگم، اگر نه که بمونه برای بعد. صدا قطع علی رضا جان. علی رضا صدا قطع. دکتر پس لطفاً همون دو دقیقه فقط بیشتر نشه چون وقتمون تمام. سپاس. بله، مسئله استقلال به هیچ وجه جنگ با جامعه جهانی، مرگ بر این مرگ بر اون اصلا نیست. استقلال یعنی همون چیزی که دکتر مصدق تبیین کرد، روابط با کل جامعه جهانی با احترام متقابل و با حفظ منافع ملی ایران. این سیاست مستقل ملیه. در مورد آمریکا که کودتا رو انجام داده، من باید یه توضیح بدم که این آمریکا قبل از کودتای 28 مرداد در دنیا به عنوان یه الهی نجات و فرشته نجات شناخته می شد. چرا؟ برای اینکه کشوری بود خیلی پیشرفته، قدرتمند و به هیچ کشوری آسیبی نرسونده بود، که برعکس کمک کرده بود. در جنگ دوم آمده بود و دنیا را از شر فاشیسم نجات داده بود. بدون ورود آمریکا معلوم نبود سرنوشت دنیا چی میشه و هیتلر به کجا میرسه. بعد از جنگ اومد با اون برنامه طرح مارشال در ساختن اروپای ویران شده مشارکت کرد. در کشورهای جهان سوم با طرح اصل 4 ترومن کمک کرد، که به خود ایران هم این اصل 4 ترومن خیلی کمک رسانی کرد. بنابراین یک قدرت خیلی محبوب شناخته میشد. کودتای 28 مرداد متاسفانه
اون سبقه فرشتگونگی رو از آمریکا گرفت. بعدش هم کودتاهای دیگری اتفاق افتاد، در گواتمالا آربنز رو، در چیلی پروفسور آلنده رو، در جاهای دیگه. در هر حال آمریکا تا اون زمان یه همچین وضعی داشت و به هیچ وجه سبقه استی و استعماری نداشت. 28 مرداد شروع کار ایران هم در ایران هم خروج شوروی از ایران هم به هر حال موثر بود اختیار آمریکا، درسته؟ 100% اون اختیار ترومن اگر نبود معلوم نبود که اون فرق دموکرات کار کجا میرسونه تو آذربایجان. 100% درست میفرمایید. بله، سپاس آقای دکتر موسویان. خب شیرین جان، یک دو تا سوالم شد دیگه. حالا اگر خود یکی در مورد رفع خطر کمونیسم به وسیله کودتا، اون سوالی هم که خود آیه بازرگان پرسید، اینها حالا اگر یکی هم پرسید قائل به ملت بودن در سر 30 سال پیش، حالا ربطی به بحث نداشت ولی میدونم کوتاه میتونی جواب بدی و یه جنبندی بکنی. این سوال آخر رو دوباره بگو. در 130 سال پیش این تو این دوره ما اصلا قائل به ملت شدن، به ملت واسه ایران قائل هستیم یا نه؟ من چون چند دقیقه یعنی در واقع رد شدیم از ساعت معهودمون و دیگه خیلی وقت نگیرم، در خیلی تلگرافی ناگزیرم پاسخ بدم. خیلی سپاسگزارم از همه سروران و دوستانم که شرکت کردن توی بس، من که به سهم خودم یاد گرفتم. فکر میکنم برکت اینجور نشسته اتفاقا اینه که با هم دیگه اختلاف نظر داریم و هیچ ایرادی نداره. یعنی من فکر میکنم تا وقتی مهر بینمون هست و میتونیم حرف هم دیگه رو بشنویم و فکر کنیم روی حرف هم دیگه، این اختلاف نظرها طبیعیه، خیلی هم خوبه و ما هممون به هم دیگه و به ایران مهر داریم. فکر میکنم این کلید اصلی ماجراست و بقیه بعد از این میاد و قابل رفت، قابل بحث دیگه بقیهش. در مورد چیزایی که علیرضا عزیز گفت، در واقع سه تا جمله من فقط بگم که وقت خیلی نگیرم. یکی این که ببینید دوستان، در مورد ملیت، ملت اولین کشوری که، اولین نظام سیاسی که هویت ملی سنجیده تعریف کرد، یعنی یک ساختار فرهنگی منظمی داشت برای اینکه رمزگذاری کنه مفهوم ما در مقام یک ملت رو، این ایران بوده. یعنی قدیمی ترین کشور تاریخ که به طور مستند ما میدونیم که ملت شد، تبدیل به ملت شد، ایرانه. بنابراین این گزاره که ایران آیا دوره رضا شاه ملت بود یا نبود، قبلش دوره قاجار ملت بود یا نبود، حدس من اینه کسی که این پرسش رو میپرسه نمیدونه مفهوم ملت چیه. به احتمال زیاد این افراد مفهوم نیشن، یعنی مفهوم ملیت رو به چیز فرنگیش با نیشن استیت که مفهوم مدرنه اشتباه میگیرن. یعنی فکر میکنن مفهوم ملت با مفهوم مدرنه دولت ملت که اصلا یه مفهوم دیگه است و اروپاییه و متأخره و چند قرن بیشتر از انقلاب فرانسه به بعد اصلا تعریف میشه، اینا رو فکر میکنن یکیه. خب یکی نیست. یعنی امپراتوری روم ملت بوده، چین ملت بوده، ایران هم ملت بوده و اولین ملت بوده و شواهدی هست و بحث هست که آیا دولت مصر فرعونی ملت بوده یا نبوده، که حالا خیلی بحثه در موردش، موضوع بحث ما نیست. به نظر میاد نبوده. یعنی اون شاخصهایی که ما برای تعریف یه نظام سیاسی که خودش رو رمزگذاری کنه داریم، در مورد مصر انگار به اون شکل وجود نداشته. منتها به هر صورت مفهوم ملت یه مفهوم دیرینه تاریخیه و در دوران رضا شاه قطعا ما ملت داشتیم. در مورد قاجار، دوران قاجار داشتیم، دوره سامانی داشتیم، دوره ساسانی داشتیم. این تمام دورانی که ما وحدت از دوران هخامنشی به بعد ما دولت ایران داریم، اسمش هم همیشه یا پارس بوده یا ایران بوده، یکی این دوتا بوده. بنابراین در این مورد اصلا بحثی نیست و کلی منبع و متن و اینا در دسترس. این یه نکته. نکته دیگر این که در مورد اون پرسشی که نوید عزیزم پرسید، یعنی در واقع مبحثی که مطرح کرد، خب خارج دامنه این گفتار و این چند یکی دو دقیقه‌ایه که من در اختیار دارم، ولی به نظرم میاد که مفهوم قدرت مفهومی است که با دقت میشه در موردش صحبت کرد و میشه رمزگذاریش کرد و میشه نشون داد که آیا شکل پیکربندی مدارهای قدرت، شکل سازماندهی جریانهای تولید قدرت سیاسی در کشور ما قبل 28 مرداد و بعد 28 مرداد چه تفاوتی کرده و آیا قدرت به معنای یک شاخص قابل سنجش در جامعه شناسی سیاسی کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا کرده. سه تا الگو به نظر من داره 28 مرداد که
بر مبنای این سه الگو میشه گفت که کاهش پیدا کرده. یکی اینکه ما با یک تمرکز قدرت و یک تورم قدرت در نهاد دربار روبرو هستیم و نهاد درباری نهاد تشریفاتی بوده اصلا، یه نهاد مشروعیت زا برای نظام سیاسی و نهاد اجرایی نبوده دربار، اینو توجه داشته باشین. نخست وزیریه که نهاد اجراییه، منتها بعد 28 مرداد البته گرایش شاه از اولش هم محمد رضا شاهین بوده که این کارو بکنه که نقش عملیاتی و اجرایی دربار به عهده بگیره، که حالا جدایی این که این کار اصلا غلطه و بلازه در واقع حقوقی هم کار درستی نبوده، این اتفاق میفته بعد 28 مرداد. این یه الگوه بر صورت که میبینیم به انقلاب منتهی میشه. یه الگوی دیگری که ما داریم در واقع توسعه مبتنی بر سرپرستیه، اینطوری بگم، یعنی توسعه‌ای که خب البته از قدیم هم ما داشتیم، یعنی از میتونیم قدیم بریم دوره قاجار هم بریم، منتها از جنگ جهانی دوم به بعد ترومن و اینا رو اشاره کردین، ایده توسعه مبتنی بر سرپرستی و نظارت خارجی که خیلی وقتا هم این سرپرستی استعمارگرانه نبوده، خود ترومن جنبه استعماری نداشت، منتها اینکه چقدر مفیده و چقدر نهادهای ملی ما رو توانمند میکنه خیلی جای بحث داره و به نظر میاد که نمیکنه. یعنی یه الگوی دیگری که ما داریم الگوی تحول نهادهای اجتماعیه که قرار توسعه رو پیش ببرن و این توسعه حالا معمولا توسعه صنعتی و توسعه اقتصادیه و خب نمیبرن و اتفاقات دیگری میفته، یعنی طبقه در واقع برخوردار وابسته ممکنه به وجود بیاد که اومد، شکاف طبقاتی ممکنه به وجود بیاد که اومد، گریز جمعیت از روستا به شهر به خاطر تمرکز منابع ممکنه به وجود بیاد که اومد. اینا اصلا زمینه هایی بود که انقلاب اسلامی رو ایجاد کرد دیگه. سومین الگو که به نظر من خیلی مهمه شکاف خوردن گفتمان ملیه، یعنی تا لحظه 28 مرداد ما یه گفتمان ملی داریم در مقابل گفتمان چپ که گفتمان وابسته به روسیه است و یه گفتمان امتی مذهبی که خیلی هم هنوز صورت بندی دقیق نداره در اون لحظه. بعدش ما با یه آمیختگی روبرو هستیم، یعنی یک جریان ملی درباری دولتی داریم، شاهنشاهی که البته سخنگویان خودش هم داره، یه جریان ملی دیگه داریم در مقابلش که اپوزیسیونه و در واقع مصدقی ها هستن و لیبرالن، اینا مقابل هم دیگه قرار میگیرن، یعنی گفتمان ملی ما دو شقه میشه از 28 مرداد به بعد و اینا قدرت رو کم میکنه، یعنی متغیرهایی که میشه نشون داد قدرت رو کم کرده. یعنی 28 مرداد خود اون اتفاقی که اونجا افتاد قلبم رو کاهش داده، اون متغیرهای مورد نظر من رو کاهش داده. به بدیل ها باید نگاه کرد، یعنی آیا ممکن بود در اون مقطع توی اون شرایط کمونیست ها به قدرت برسن؟ ما شواهد زیادی داریم که بله ممکن بود و آماده کودتا بودن اینا اصلا، یعنی سرنگ سیامک و اینا مال همین دوران اصلا. بحث مفصل خارج این زمانه، منتها میخوام بگم این متغیرها رو میشه سنجید، چنین امکانی وجود داره. و یه جمله آخرم این که ببینید دوستان، 28 مرداد مثل حمله مغول، مثل رخداد خوب و بد هم نداره، مثل رخدادهایی که هویت سازن برای ما، مثل جنگ های سال 522 پیش از میلاد که داریوش به قدرت رسید، خیلی رخداد خوبی بود به نظر من توی تاریخ، رخدادهایی که هویت سازن، رخدادهایی که جلو چشم ما بهشون ارجاع میدیم، با ارجاع به اونها خودمون رو الان تعیین میکنیم. اینا رخدادهایی هستند که باید در موردش سخن گفته بشه. من میدیدم یه عبارتی مد شده بود، میگفتن عاشورای 28 مرداد دوباره شروع شد، کربلای 28 مرداد شروع شد و الان شب عاشورا هست، ما داریم این حرفا رو میزنیم، یعنی تقارن با مذهبی هم رخ داده در این میان. و من فکر میکنم خب باشه عاشورا باشه، اصلا کربلای 28 مرداد، کربلای حمله مغول باشه، کربلای 20 از برچسبش نترسیم. اینا موضوعاییه که باید اندیشیده بشه و باید صحبت بشه دربارش. و این ایده که خب معلومه دیگه تموم شده قضیهش، یعنی خب 28 مرداد معلوم شد دیگه، حالا یا قیام مردمی بوده و خیلی مثلا شاهپرستانه بوده یا خیلی مثلا چه میدونم کودتای ننگین فلان بوده، همه اینا رو میشه گفت، منتها نکته اینه که همه رو باید گفت، همه سخنگویان خودشو دارن و اینا باید بگن این رو و باید حرف هم دیگر بشنون و ختم کلام نداریم روی گفتمانی که پرسشی که هویت ما رو تعیین میکنه. این پرسش ها ارزشمندن، این پرسش ها یعنی ما داریم به خودمون میاندیشیم دست جمعی و بیان که به این اندیشیدن ادامه بدیم. سپاسگزارم از همه دوستان، ببخشید پرهرکتن رو و علی رضا جان.
پاینده باشی، دستم درد نکنه. خب حالا که بحث تشکر شد، ما بچه های گروه فنی، خانوم ها ثریا خنجری، لیلا امینی و آقایان سعید حدادیان و محمود قهرمانی هم تشکر کنیم. قهرمانیان بعد در ضمن اینستاگرام ندای تاریخ گویا وصل نشده و ما از مخاطبان مؤسسه ندای تاریخ عذرخواهی میکنیم، امیدواریم که حالا بشه بعدن پوشه شنیداری یا دیداری رو بشه تو کانالشون یا اینستاگرامشون بارگذاری کنن. دیگر سپاسگزار از همه دوستان، عزیزان، سروران، آیت موسویان که بزرگتر جمع بودن، شیرین عزیز، آقا نبید، آقای تدیونی عزیز و دوستان دیگه‌ای که تو نشست حضور داشتن. شب بر همگی خوش، پاینده باشید.